بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 13 ماه فروردین سال 1400 هست. یه جایی خوندم نوشته بود سال 1300 و 400 به شما مبارک. طرف از بس 100 سال عادت کرده نوشته 1300، بعد از 99 هم حالا نوشته بود 400. یه تابلو خیلی بزرگ شاید نشونتون بدم در هنگام برنامه. در صورت خیلی خوشحالم که شما هم به سیزده به در نرفتید و اینجا با ما هستید. و البته این روزا از تلفن هم شما میتونید تلویزیون مردم رو داشته باشید، حتی در ماشین و اینها میتونید بهش گوش بدید. پیشنهاد میکنم که دیگه قیافه ما که همینه، توی یه ساعت که حرف میزنیم که عوض نمیشه. چرا؟ یکم پیرتر میشیم، یکم خسته تر میشیم. در هر صورت خب باز هم بهتون سال نو رو تبریک میگم. و نمیدونم تو ایران دیگه سیزده بدر رو کسی به هم تبریک نمیگو، همه تو خیاب، توی به اصطلاح باغ و کوه و در و دشت و اینها بودن و هر کسی رو دیده بودی که سلام علیکم و آش چی داری، نمیدونم کباب چی داری، عرق چی داری، جگر چی داری. هر کسی رو هم ندیده بودی دیگه توی سیزده بدر بهش سال نو رو دوباره تبریک میگفتی، یا تبریک میگفتی دوباره نه. در صورت امیدوارم این سال ما با خبر برچیده شدن کرونا و به اصطلاح کار کردن این واکسن های متفاوت بتونیم جشن بگیریم و سالی بهتر از سال قبل باشه. متاسفانه این تلویزیون های لس آنجلسی دیدم یکی پس از دیگری هم برنامه گذاشته بودن برای عید، خودشون دور هم جمع شده بودن، چقدر هم همدیگر رو میمالن. مثلا خانم شوره بودن شده آواز بخونه مثل کافه های قدیم، سر میزا میره یکی یکی دست میکشه بهشون و اینها. آقا خانم نکنید این کارا، این اصلا همون موقع هم عادت زشتی بود، حالا که دیگه بد از بدتر شده. خب تبریک میگم به دوستان آقای ابراهیمی یا مسیح. حالا این مسیح از روزی که معصومه علی نژاد بود، چی اسمش، اونم شده مسیح، حالا ما نمیدونیم این مسیح مسیحه یا این مسیحای مسیح الله ایرانی خودمونه. در صورت فامیلیشون ابراهیمیه. من هم به شما تبریک میگم، خیلی ممنون آقای زمانیان عزیز که همیشه لطف میکنن، حتی این نوشترم ایشون درست کرده برای ما. و اگر شما دوستان هم میتونید کارهای گرافیکی قشنگی انجام بدید برای ما بفرستید، ما پخش میکنیم و ازتون تشکر میکنیم. و اما گفتم که امروز 2 آپریل سال 2021، اینو نگفته بودم، فقط گفته بودم 13 فروردین 1400 هست. و خب دروغای 13 هم هست و جالبه که بعضی وقتا روز 13 فروردین با اپریل فول دی که همون اول آپریل یکی میشه، اینا هم یه همچین چیزی دارن، یه دروغی میگن. حالا چجوری یک چیزی تو دو تا فرهنگ مختلف به اصطلاح رسم هست، من نمیدونم ریشه اپریل فول دی چیه که به هم دروغ میگن و ریشه دروغ 13 چیه. در صورت امروز یه عکسی دوباره گذاشته بودن از آقای خامنه ای که این هست، اگر بتونم بهتون نشون بدم، بله پلیر 5 و نوشته بودن خامنه ای در گذشت. اجازه بدین این رو به عنوان دروغ 13 قبول کنیم، چون این عکس قدیمیه، قبلا هم دیده بودیم، گویا ایشون یه بار توی بیمارستان بوده و اینها. من نمیدونم چرا اینا میرن بیمارستان وقتی شما میتونید برید به امامزاده ها چی ببندین، دلیل چی میگن، زلی ببندید، چی ببندید، برید به اونها به اصطلاح تا اونها شفاتون بدن. همینجوری که مردم رو تشویق میکنین خودتون اون کارو بکنین. ولی ما اینجا دروغی نداریم و دو تا خبر خوب داریم. یکی اینکه آقای امیر حسین لادن ساعت 3:30 با ما خواهند بود تا درباره مقاله‌ای که نوشته بودن باهاشون صحبتی داشته باشیم. دونالد ترامپ و شی جین پینگ چگونه جهان را دو قطبی کردن. این مقاله بسیار جالبیه. من در حین مصاحبه با ایشون لینکش رو که روی گویا هست برای شما میذارم. و من معمولا 3 سوال از ایشون میکنم و اگر دوستی سوالی چیزی هم در فیسبوک مطرح کنه اون رو هم میپرسم. متاسفانه در این ایام عید
خب دو تا خبر بود که میشه گفت هر دوش هم جای تأسف داره. والا این دوستان کاشانی مثل که کاشی مثل این که میگن ما از ترسمون حتی به تفنگ هم میگیم شما فنگ، حالا ما هم از ترس دوستان مجبوریم بدونی که اصلا بدونیم این قرارداد چیه، کی سود میبره کی سود نمیبره، بگیم متاسفانه اب نداره. دیروز یه برنامه شرکت میکردم، نوشته قرارداد ننگین، یه نفر اومد آقای جوونی بود خیلی قشنگ صحبت میکرد، گفت خب شما وقتی نوشتید قرارداد ننگین هر کسی برخلاف این صحبت کنه شما میخواین مثل کفر ابلیس نمیدونم تردش کنید و اینها. در هر صورت سال 1400 آغاز پادشاهی فخرآور به همه مبارک باش. این فخرآور همون امیر عباس ننگاور خودمونه، دیوانه‌ای که از ملیجکی رضا پهلوی فعلا به پادشاهی رسیده. اتفاقا نوشتم که هویدا نوشته بود به امید روزی که، یا گفته بود یه جایی به امید روزی که هر ایرانی یه پیکان داشته باشه، مردک ندیده بود که این همه ترافیک اینا نمیتونن درستش کنن، حالا اگه همه یه پیکان داشته باشن چه موزلی خواهد شد، و خودش هم با یه پیکان این ور اون ور میرفت و اینها. من گفتم به امید روزی که هر ایرانی یه پادشاه باشه، آقای تحمورس زمانی نوشت که و یک ملیجک هم داشته باشه. خب اقلا اینجوری حالا تکلیف معلوم شد، 40 میلیون میشن پادشاه، 40 میلیون هم ملیجک لازم دارن. آقای ارچی شیخی خیلی ممنون با ما هستید. دوستان لطف کنید برنامه ما رو بین دوستانتون هم پخش کنید، شاید اونا بتونن شما رو قانع کنن که دیگه تماشا نکنید، یا شاید شما بتونید اونا رو قانع کنید که اونها هم همیشه تماشا کنن. در صورت ایشون نشته جناب صوبی گرامی همزمان سه لایو دلخواه من فعال است، دخیل بستیم به امامزاده شما. چقدر قشنگ و زیرکانه این کلمه ای رو که من بلد یعنی یادم رفته بود ایشون اینجا نوشته، خیلی ممنون. بله من نمیدونم چرا اینا میرن بیمارستان این ور ور، بشینن تو خونه خانوادهشون بره دخیل ببنده، یا بندازنشون توی فرغون، با آمبولانس هم نه، ببرنشون دم امامزاده دخیل ببندن تا حالشون خوب بشه. اون خبر تأسف بار دیگه که من اصلا این خانمه رو نمیشناسم، گوینده جوانی بوده، جوانم که حالا 15 سال، البته ایشون بس که از 19 سالگی شروع کرده، 15 سال سابقه کار داشته و اینها. ببینید رژیمای فاسد مردم رو فاسد میکنن، رژیمای فاسد مردم رو درو میکنن، رژیمای فاسد شما اگه راستگو باشی پیش نمیبری، حتی اگر بهترین هنرها رو داشته باشی، اگه بهترین گوینده باشی پیش نمیری، مجبور میشی دروغ بگی، مجبور میشی پارتی بازی کنی. و این بیچاره هم گویا یکی از اونایی بوده که در همین ماجراها اینجوری شده، ولی دست آخر میشه بگیم از به اصطلاح اشکالاتی که این سوشال مدیا یا رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام مثل که تو ایران فعالتر هستن. و خیلی جالبه یه دوستی امروز نوشته بود از امروز پورن، این فیلم های مستهجن میگن که هم نگاه میکنن، آزاد شده تو ایران. گفت ببین حالا داره نزدیک انتخابات میشه، همه چی آزاد میشه، فیلترها رو ور میدارن، فردای انتخابات دوباره همه چی میاد. حتی دیدم یه جایی نوشته بود محسن رضایی گفته که این انتخابات 1400 عملا در حقیقت یه نوع رفراندومه. خب اگه اینجوره واقعا اونایی که دنبال رفراندوم هستن، چون شما وقتی رأی میدی یعنی این سیستم رو قبول داری، بعد دیگه نمیتونی هی ایراد بگیری. این آقای جورج کارلین میگه، خیلی کمدین خوبی بود، فوت شد چند سال پیش، میگه که بعضی وقتا به ما میگن شما که رأی ندادین نمیتونید انتقاد کنید، اتفاقا ما که رأی نمیدیم میتونیم انتقاد کنیم، چون شما که رأی دادید هم سیستم رو گفتید قبول دارم، هم نماینده رو قبول دارید، و اون هر غلط میخواد بکنه میکنه، شما دیگه نمیتونید حرف بزنید. ولی ماها که رأی نمیدیم میتونیم بگیم چرا اینجور و چرا اونجور. بگذاریم، این خانم جوان که گویا روز اول دوم عیدم به اصطلاح به اتفاق دخترش که اسمش گندم هست،
این دوستان هم این اسما رو که میذارن من نمیدونم، خب اینا نمیدونن بعدن تو مدرسه بچه ها اذیت میکنن. میدونی وقتی یه اسمای یونیک داشته باشی، بله درسته شما خیلی روشن فکر بودین اون موقع بچه تو اسمشو اینو گذاشتی اینها، ولی بچه ها تو مدرسه اینا رو اذیت میکنن و هیچ چیزی بدتر از این آزار و اذیت بچه ها به همدیگه نیست که تمام زندگی طرف رو عوض کنه. در صورت به اتفاق دخترش یه پیام نوروزی درست کرده بوده، ویدیو و اینها، و حالا بگذاریم طرف میاد یه کاغذی یه عکسی میذاره با رنگی مینویسه، دیگه معلوم شد کی کشتش، معلوم چی شد کی کشتش. حتی بعضی ها میگن زیر ناخون پاش دیدیم سوزن زدن و مواد خواب‌آور دادن و مواد این و اینا. من اصلا نمیخوام اینا رو بدونم، نمیخوام اینجاها برم. و این دوتا خبر بود. یه خبر دیگه که اول من نمیخواستم در موردش صحبت کنم مگر اینکه خود آقای اکبری داخل برنامه باشه، ازشون بپرسم و ایشون بگه اشکالی نداره بگید. آقای اکبری برای من نشته بود هفته پیش وقتی داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم یه دفعه پام درد گرفت به حدی که نگه نتونستم تکونش بدم، جوری شد که مجبور شدم زنگ بزنم دخترم بیا تو آمبولانس بیا تو اینها و رفتم بیمارستان. امروز بعد از 7 روز نوشته بود از بیمارستان آمدم و اسرائیل رو جواب دادم و من خیلی خوشحالم که ایشون به اصطلاح در مملکتی زندگی میکنه، ایشون تو آلمان زندگی میکنه، که تلفن میزنی آمبولانس میاد، بعد که میبرنت بیمارستان بهت میرسن، مثل ایران نیست که میبینیم و میخونیم که وقتی مریض رو میبرن دم اتاق جراحی باید شما ببری همه چیزها رو بدی، از پانسمان گرفته تا به اصطلاح آمپول بیهوشی و اینها. و خوشحالم که ایشون برگشته. من به ایشون گفتم که همین الانم اگه شما شاید متوجه شده باشید من بعضی وقتا روی این صندلی تکون میخورم. یه احمقی بود، علیرضا نامی بود، بقالی داشت توی استرالیا و این طرفدار شاه بود و یه دفعه گفت که برای من نوشته بود که شماها به اصطلاح که تو تلویزیون اینقدر برنامه دارید و اینها بواسیر دارید، به همین خاطر روی صندلی هاتون هی جابجا میشید. اولا روی صندلی باید هر از مدتی شما جابجا بشی تا برگردی به جای اول، چون چه بخوای چه نخوای میای جلو میره عقب. بعد حالا همه که مثل شما بقال نیستن تو مغازه داشته باشی تلویزیون بزرگ نگاه کنی را بری این ور ور، بیشتر کارا این روزها الان چندین ساله میشه بگیم 30-40 ساله همه شده پشت میز نشستن برای 7-8 ساعت به اصطلاح متوالی، یعنی پیوسته، و هر کسی باید یه روشی پیدا کنه. به بعضی ها پیشنهاد میکنن که حتی تایمر بذارین روی ساعتتون که بهتون به روی تلفنتون بهتون یادآوری کنه هر از 10 دقیقه ربع ساعتی بلند شین یه دور بزنید، با صندلی چیتون ورزش کنید، با صندلی آفیستون یا دفتر کارتون ورزش کنید اینها. و من چند مدت بود که یه چیزی خریدم بهش میگن استپر. استپ یعنی پله، استپر یعنی شما بدونی که جایی بری و اینها، همین روی این پاتو اینجوری جوری میکنی و بیشترین مشکلاتم از پا هست. تو هواپیما هم حتی من وقتی میخوام سفر کنم جورابای مخصوص مال واریس دارم میپوشم که کمک کنه این به اصطلاح خون، فکر کنم دریچه های کبوتری بهش میگن، یه چیزی توی رگ هست که رگ وقتی خون میاد پایین بعد اینا رو فشار میده میاد بالا سیستم بدن، خیلی جالبه. و آقای سوربی خسته نباشید، محمد از ایران اصفهان هستم، محمد سلیمیان، خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید، مخصوصا از ایران آقای زمانیان هست، شما هستید، آقای شیخی هم فکر کنم از ایران باشه، مهم نیست. گفت اون وقتا هم گفتن اهل هر کجا که باشی، ما همه ایرانی هستیم، الان دیگه هر اهل هر کجا باشی از لانگ از که، یعنی تا موقعی که انسان باشیم انسان‌های این کره هستیم تا کرات دیگه فعلا شروع کنن مسافر و اینها. برگردیم به این ماجرا، شاید امروز همین کمک به یه نفر دیگه بکنه. اون مشکلش این بود که چون باید وای میسادی و دوتا کش داشت که میذاشتی و آجگاهی میسادی پاتو اینجوری جون میکردی، مثل این بود که داری از پله بالا میری.
بعد زیر میز که میذاشتی پاتو که تکون میدادی هی میخور زیر میز، یکم ناراحت بود و اینها، اون رو ما دادیم رب. به خانم لیلا بیگلو بعد از سالها کجا بودید؟ سیزه به درتون مبارک، سال نوتون مبارک. این خانم بیگلو هم اگه اشتباه نکنم در کانادا هستن، یکی از شیرزنان ایران هستن و من خیلی خوشحالم که بیننده هایی اینجوری دارم که خیلی شجاع هستن. بعضیا میترسن میگن شما حرفای درست میزنی، ولی ما از دست دوستامون میترسیم اسممون اونجا دیده بشه. خیلی مکافات ها، ما میگیم آخوندا سانسور میکنن، ما میگیم شاه سانسور میکرد، ساواک سانسور میکرد، ساواک، خودمون خودمون رو سانسور میکنیم. در صورت امسال رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری باشه. و برگردیم به این ماجرا، یکی دو تا عکس نشون بهتون میدم. در کشورهای مختلف چیزهای مختلف بهش میگن. شما میدونید که به دوچرخه، اینجا دوچرخه است، سه چرخه است، تک چرخه است، کلا هر چیزی که اینجوری بشه میگن سایکل، یعنی بالا پایین میشه. حتی برق رو میگن سیکل، سیکل دیدید میگن 50 سیکل، این سایکل. حالا شما بنویسید دسک یعنی میز کار، سایکل، بعد عکساش میاد. من اینجا یکی دو تا چیه بهتون نشون میدم اگه بتونم پیدا کنم. خیلی هم ارزونه این، حتی توی روز نویش توی والمارت و اینا میتونید بخرید 20 دلار 30 دلار. اگر یه جایی باشین که دسترسی داشته باشید به نیکس دور، به کریگز لیست، به فیسبوک مارکت، من همش این نگاهی تو اون دوربینه میکنم، میتونید اونو 10 دلار 5 دلار 15 دلار هم بخرید. بذارید اینجاست من یه عکسشو بهتون نشون بدم، امیدوارم که به اصطلاح متوجه بشین که این چی هست. خیلی ساده است، ولی همین چی ساده رو شما اگه بخواید درست کنید، جوش بدید و دو تا رکاب چرخ پیدا کنید و اینها، من فکر کنم 200-300 دلار و 2-3 روز وقت باید بذارید. ولی حسن این که کارخونه ها بعضی وقتا چون تولید زیاد انجام میدن به اصطلاح اینا، همینه که روز نویش 30 دلار، الان میتونید بخرید 10-15 دلار. و یه چیز دیگه هم هست، اگر خیلی اهل ورزش و اینا نیستید، این یه قرقره خیلی ساده است که دوتا دسته داره. وقتی نشستید جلو تلویزیون یکم بیان عقبتر، اینو باهاش همینجوری برید جلو بیان عقب، ورزش های مختلفی میشه انجام داد. و حالا که جیم بسته، باشگاه ها بسته، خودتون برای خودتون ورزش درست کنید. اگه خونتون پله داره میتونید از پله ها استفاده کنید، بالا برید پایین بیاد. ما ماشاءالله این بچه هامون نوه هامون که میان اینجا انقدر ما رو بالا و پایین میکشن، میگه بی بیسمنت رو میگه بی بی، میریم پایین، میریم پایین میگه بالا، میایم بالا میگه پایین. خلاصه اونها ما رو مجبور میکنن که ورزش کنیم. در هر صورت این من گفتم که ما باید تجربه کنیم از اشتباهات دیگران، از اشکالاتی که در زندگی دیگران پیش میاد. همین دوست ما، فکر کنم آقای اکبری سیگار هم میکشیده یا میکشه هنوزم، چون بعضی وقتا من میگه به به یه سیگار بعد چی مزه میده و اینها، امیدوارم سیگار رو ترک کنه، چون اونایی که سیگار میکشن رگاشون خشک میشه، تنگتر میشه. بعد با مشورت دکترتون روزی آسپرین 83 میلی گرمی نوش جان کنید. ناگفته نماند یکی از دوستان ما به خاطر همین آسپرین و تاینل ادویل یا تاینل کدومشون این چیزا رو دارن که خون رو رقیق میکنه، این بنده خدا وقتی میره بیمارستان یه اشکالی داشته، انقدر از این چیزا بهش میدن که دستگاه های هاضمه‌اش خون ریزی پیدا میکنه و تا پای مرگ رفته بود و برگشته بود. این روزا تو ایام کرونا همین از جلو بیمارستان هم که آدم رد میشه ترس و وحشت داره، چه خواسته حالا بره اونجا و 7-8 روز چند روز اونجا باشه. پس یادتون باشه هنگام تماشای تیوی ورزش کنید. این ورزش نیست، اینا نرمشه، نرمش کنید. اینم که بهتون گفتم این زیر هست دسک سایکل، وقتی هم من میزنم اینجوری میشه. الان ببینید مثلا وقتی دارم اینو استفاده میکنم اینجوری، همینجوری دیگه بعد عادت میکنید. وقتی هم پای تلفن هستم یا دارم یه کاری انجام میدم، من که هر روز هفته برنامه ندارم، یه روز جمعه ها در هفته برنامه دارم، خب این یه روز یکی دو ساعت رو به اصطلاح چیز نمیکنیم که اینجوری اینجوری نکنیم مثل دیوونه ها، ولی روزهای دیگه ورزش کنیم. و اما
گاندو یادتونه که دوستان به من گفتن آقا گاندو رو نگاه کن، گفتیم آقا گاندو چیه؟ گفتن یه جاهایی از ایران به این کروکودایل و اینها میگن گاندو، فکر کنم بلوچستان و سیستان و اینها هست. ما هم نگاه کردیم، فیلم جالبی بود، ولی بعد که اون وزیر اطلاعات گفت ما این فیلم ها رو میسازیم و اینها، به قول معروف گفت که چی میگفت، از چیم افتادی، از چشام افتادی، بعد میگه حالا دستپاتم شکست یا نه، یا بعضی ها میگن که این کاری که فلانی انجام داد تو دلم نشست، بعد میگه حالا بلند شو خیلی هم جا سفت نکن. به به، آقای اکبری هم اینجاست، خودش میگه خوشبختانه سیگار را ترک کردم فعلا از و چسب نیکوتین استفاده میکنم. آقا بنداز دور این شهرام همایون چند روز پیش داشت صحبت میکرد و دعوا داشت با معتادای ایران که آقا چجوری شما هی میگید به اصطلاح دولت ما رو معتاد کرده و اینها، بعد مثال خودش رو زد. بعضی ها میگن این سیگار از هروئین و تریاک و اینا هم بدتر. خلاصه میگفت روز یه پاکت سیگار میکشه و نه چسب زد، نه نمیدونم یکیشو کم کنم دوتاشو کم کنم و اینها، یه دفعه انداخت دور. اینجا یه رسمیه بهش میگن کول تورکی، طرف حتی یه پاکت سیگار جدید که میخره پره میندازه دور، چون بیشتر سیگاری ها میگن این یکی که تموم شد، پاکت سیگار که تموم شد دیگه نمیخرم. درصد بهت تبریک میگم آقای اکبری، خوشحالم که به اصطلاح دخترت، فامیلت هم به اصطلاح بودند، خوشحالم که تو آلمان بودی که تیکر میکنن. حالا آلمان که شما رو 7 روز نگه داشته، یک مشکلی که بعضی از این سرویس های خوب دارن اینه که وقتی هم شما خوب شدی ولت نمیکنن بری، هی میگی بابا ولم کن. ما یه دفعه قلبمون شروع کرد تاپ تاپ کردن، خانم گفت حتما باید بری بیمارستان، چون پدرت هم نمیکنه. گفتیم باشه، رفتیم بیمارستان. آقا به پای خودمون رفته بودیم به التماس، گفت بعد 3 روز میگفتیم بابا ولمون کن، میخوایم ما اینجا براتون بدویم، ورزش میگیم، بیان اصلا کشتی بگیریم، بیان بسکتبال، دست از سرمون برداریم. خلاصه تو آمریکا میگن برای که تا وقتی تخت خالیه اینا تو رو نگه میدارن، چون بالاخره هر شب دارن پول تخت و نمیدونم دکتر اینا رو میگیرن، تا یه مریض جدید بیاد، بعد اون ارجحیت پیدا میکنه، برای که وقتی اون میاد تازه اول آزمایش ها و اینها به خاطر پول زیاد اون رو میارن و شما رو آزاد میکنن. هنگام تماشای تیوی ورزش کنید. گاندو رو گاندوی 2 شروع کردن و توی این ایام کرونا هست به احتمال زیاد، چون وقتی زم روح الله زم نگاه کنید، درسته که تازگی ها اعدامش کردن، ولی 7-8 ماه پیش گرفتنش، که همون موقع هم اگه اشتباه نکنم یا سال قبلترش بود، اون ایام کرونا بود. میدونم جمشید شارمن، ناخونام بلند، خجالت میکشم جلو تلویزیون، نمیدونم شما اصلا میبینید یا نه، این تصویر ما یک کمی هم فلیکریه، فلیکری یعنی اینجوری چشمک چشمک میزنه. بعد درباره روح الله زمه، اون فیلم ها سریال قبلیش درباره مایکل رضاییان بود یا جیسون رضاییان بود، این یکی درباره روح الله زمه. و دیگه بعد از این ماجرایی که اون فخری زاده یا هر کسی رو کشت اسرائیل، دیگه این فیلم ها رو وزارت اطلاعات هم حتی باید خجالت بکشه، این همه جوون و این همه وسیله و این همه دوربین رو میکشن این ور و اون ور. خب حالا ما 10 ثانیه دیگه میرسیم به چراغ خطر بعدی، 20 ثانیه دیگه، بعد اینو از ماشین سوار هلیکوپتر میکنن، از هلیکوپتر سوار هواپیما میکنن، دوباره از هواپیما سوار ماشین میکنن. 12 دقیقه اول فیلم همین اوضاع مسخره بود. من نمیدونم این کارگردان ها کجا درس خوندن، همشون هم ادعا میکنن توی آمریکا و اروپا دوره دیدن. آقا یه فیلم ایرانی شما نگاه کن، از اول شروع میشه اعصابت خرد کردن. این ماجرا اسم نوشتنشونه که یک اطفال میرسه، اسمی از اینجا میاد، الف و یاش میاد، اون ب و فلانش اونجاست، قیب میشه. یکی دیگهش اسمی نیسه، یکم فیلم نشون میده، دوباره اسمی نیسه. آقا یه فیلم آمریکایی نگاه کنید، یه سریال آمریکایی نگاه کنید، آلمانی نگاه کنید، مثل آدمیزاد این اسما رو بنویسید، جون بکنید، راحت بشو برید. اصلا من گاندو 2 رو شروعش نگاه کردم، به نظر من اصلا جالب نیست، مخصوصا که وقتی اینا اینقدر اغراق میکنن که ما به همه چی اشراف داریم، بعد میبینیم که طرف میاد توی تهران کسی رو که 12-13 تا به اصطلاح محافظ داشته
اونجوری میزنه و حتی خودشون هم اونجا نبودن، میگن همه اینا با ریموت کنترل، کنترل از دور. بهتون بارها گفتم که یه بچه 19 ساله 18 ساله رو اینجا استخدام میکنم و حتی ارتش اینایی رو که بازی میکنن با جویستیک و اینا بهتر استخدام میکنه، چون طرف میشینه تو لاس وگاس، بدبخ افغانیه رو اونجا یه ماشین که داره میره میگه آقا این خیلی ده ماشین داره میره، حتما میخوان میزنن یه دم. این یه عروسی بوده 70 نفر تو عروسی میکشن، خب معمولا چند تا هم میکشن، هی هر روز میگن مقام دوم نمیدونم طالبان رو کشتیم. طالبان هم میبینید یه روز میاد با ایران صحبت میکنه، تو خود افغانستان میشینن صحبت میکنن، یه قسمتی از دولت هستن، یه روز فرداش میاد یه دفعه بمب میذاره و اینها. البته طالبان جدیدن دو سه روز پیش گفته بود که ما دست به عملیات تروریستی نمیزنیم و اینا کسایی هستن که میخوان صلح در افغانستان به اصطلاح پا نگیره. خودکشی یکی دیگه از بازیکنان، یکی دیگه از به اصطلاح ایرانیان جوان رو براتون گفتم. شما نظرتون چیه؟ هنگام تماشای تیوی و ورزش کنید. یادم میاد آقای کاردان یه برنامه داشت، اولش مینوشت لطفاً هنگام تماشای این برنامه سیگار نکشید. به نظر من جالبه، البته اشکالش اینه که اونای سیگاری هستن تا اینو میبینن یادشون میفته میرن سیگار میکشن، چون ذات بشر اینه. گفتم حالا ما بنویسیم لطفاً هنگام این برنامه ورزش نکنید، شاید اون موقع ورزش کنید. دوستان حتی دستاتونو اینجوری کنید، ما چی میگن انگشتاتونو اینجوری اینجوری کنید، بعد گاهی وقتی سرفه کنید. چی بود این ماجرای صبح که از خواب بلند میشدن میزدن اینجوری تو سینه‌شون؟ یکی از چیزایی که وقتی یه نفر سکته میکنه و میگن خودش میتونه کمک کنه اینه که میگن سرفه کنید، چون سرفه که میکنید این ریه و اینها فشار میاره اون به اصطلاح یه قفس، به همین خاطر میگن قفسه سینه، اون بزرگ که میشه قلب و اینا فشار بهش میاد، به جایی که یه نفر از بیرون فشار بیاره که تازه این فشارا هیچ وقت نمیره، استخون دنده مانع میشه. در اصل سرفه های شدید کنید و اینها، البته مواظب باشید یه اشکال فتخ و فلان اینا به هم نزنید. اینم از این ماجرا. If possible change the background graphic is awful. چش گفت ما اینجا اختیارش دست خودمونه، این خوبه یا اینم آفوله؟ بده این چی؟ این بلریک دیگه بدتره. این فکر نمی کنم مال بک‌گراند باشه، مال سیستم جدیدیه. اگر شما دیده باشید الان دیگه دوربین ما چارگوش نیست، مستطیله، و چون یه سری از دستگاهامون هنوز رو اون سیستم مربع کار میکنه، یه سریش روی مستطیل، این اشکال هست. خوب شد شما اینو گفتی و ما ببینید، منم که من مثل غیب میشم و اینو گفتید، ما هم رومون بشه از دوستان بخوایم هم طلب ایدی کنیم هم طلب حمایت برای تلویزیون مردم. خیلی ممنون، متشکرم. و این چیه؟ این همون شد یا برگردم یه عکس دیگه یه چیز دیگه بذارم؟ بذارید ببینم که میخواین سیزه بده رو بذارم، بذارید اینجا سیزه بده رو بیارم و بذارم. این چیه حالا وایسا بینیم؟ حقیقتش خیلی چیز نیست، این به اصطلاح از ببین خراب کردی رفته، داشتیم مثل آدم برنامه رو پیش می بردیم، این اومد گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، دیگه دنبالش نمیگم. خب بذارید ببینم، این شما هم بیننده برنامه سوربی با مردم باشید، ببینم من میتونم پیداش کنم یا نه. بله آمد. این چی؟ این خیلی دیگه فیشیه، بذارید ببینم کامرای یک. این چی؟ خب بعدن دیگه، حالا یا این یکی فکر کنم همین بهتره. اوکی. خب من اتفاقا میخواستم یه چیزی بذارم که این پشت حرکت داشته باشه، بعد یادم افتاد یک دوستی داشتیم فوت شد، طرفدار پادشاهی هم بود، این من یه دو تا برنامه گذاشته بودم یه چیزی این پشت میچرخید، مال خبر بود، یه کره زمین بود. بعد یه دفعه به من زنگ زد گفت آقای سوربی من کم مونده قش کنم. گفتم چرا؟ گفت این دستگاهی که میچرخه برای بعضیا اینجوریه، شما میدونید بعضیا نور که تو چشمشون بزنه این
استروب میگن، استروب، لایت استروب، اینایی که قشی هستن قش میکنن. حالا سعید تو خودتو چک کن یا وقت قشی نباشی. در صورت این چیه؟ این همش مثل امامزاده ها دور سرمون نورانی هست و اینها، ولی باید بگردم یه چند تا عکس خوب پیدا کنم و نه دیگه، حالا باز انگولکش کنم باز همین جوری میشه. این آمد و اینجوری بهتره. اوکی. خب پیام از آلمان. اجازه بدید از این دوستمون تشکر کنم. این دوست ما که از آلمان پیام میذاره، یکم من صدای ایشون رو متوجه نمیشم. شما هم گوش کنید ببینم شما هم همین مشکل رو دارید یا نه، و با هم حالا ببینیم که این 13 به در مبارک رو براتون بذارم، پلیر 4 مثلا. ببینید این عکسه از اون عکساییه که با اون سیستمای مربع کار میکنه و کمه. ما باید اینا رو، یعنی همه وسایل با هم بخونه، مچ باشه. شما نمیتونی بری مثلا کاربرات موتورسیکلت جدید رو بذاری رو قدیمی، درست کار نمیکنه. خواستم چیکار کنم براتون پیام این دوستمون رو بذارم گوگل وایس. یک لحظه، توی قسمت پروگرامای زنده است. بله 49. و اگه اشتباه نکنم ایشون هم قبلا گفته بودن از برلین با ما هستن. برلین خیلی شهر زیبایی هست، من دو بار رفتم و پیشنهاد میکنم اگه رفتید آلمان اونجا هم چی کنیم. این دست توپولی شما اشکال آفرینه. حالا که دیگه دست من غیب شده، رفته زیر این بذار خدا چی کار کنیم ما از دست این. بیا سلام آقای صوفی، بیدید به دفت منو خواستم تبریک بگم به شما و به تمام ایرانی هایی که جشن گرفتن یا جشن نگرفتن. ولی چیزی که خواستم بگم اینه که سال نو هم به همه تبریک بگم و اینا، این که تو یادم نرسته بگم که شما اون دفعه انتقاد میکردیم از این که زنها چرا بیگودی سرشون میپیچن و چرا نمیدونم خودشون درست میکنن و اینا. من فکر میکنم تمام اینا همه تقصیر مرد هست. اولا تمام یا میان چادر رو از سر آدم میکشن، یا میان چادر سر آدم میکنن، یا اصلی که صورت نمیدونن اینا رو کی میکنن؟ مرد ها. و ببینم که ببین اگر یه مردی میخواد یه زن رو انتخاب کنه، میره کی رو انتخاب میکنه؟ اول اگر بزن احمق باشه ولی خوشگل باشه، زنی که واقعا خانم باشه و واقعا از همه کمالات اینا از همه چی تکمیل باشه ولی بشت باشه، یه مرد کدوم انتخاب میکنه؟ حتی من خودم دیدم، یعنی تجربه کردم تو زندگی، دیدم طرف یه همیشه زن خوشگل انتخاب میکنه. یا این شویی که را میدازن برای بهترین زن زیبای دنیا و اینا، خب این تبلیغاتی که مردان میکنن خب زمان هم که چی میگن دنبالشون میرن و اینا، به اجتماع اینجوریه. حالا شما انتقاد میکنید که چرا زمان خودشون درست میکنن و نمیدونم فلان میکنن و اینا، و اینا تمام تفصیل اجتماعی و تمام تفصیل این مرد هست. اینا دست از سر زن ها بکشن و به اون کاراکتر زن ها نگاه کنن و اون چیزی که تو زن ها هست، نه این که تو صورتشون و تو اندامشون و اینا. زن ها دیگه اینقدر دنبال این سرکاماتیک نمیرن. این انتقاد مرده یه انتقاد بیجاییه که چرا زنها اینجوری میکنن، چرا زنها اونجوری میکنن. که من خودم همین رو بگم و خیلی هم جدید شدم که چرا به مرده از یه طرف اونجوری میکنن، زنها یه خوشگل فلان انتقاد میکنن، از یه طرف دیگه انتقاد میکنن که چرا زنها خودشون درست میکنن و خوشگل میکنن و اینا. حالا بیر میکنم این ترام رو نگاه کنیم، این که خیلی از مردم پیر که میرن یه زن جوان و خوشگل و فلان و اینا میگرن چون که پول دارن و چون چیز دارن و اینا.
بسیار ممنونم. بله متوجه شدیم که شما نظرتون چی هست. من انتقاد نکردم، همینجوری وقتی داشتم راجع به یه موضوعی صحبت میکردم اون رو هم به عنوان شوخی اضافه کردم که خانم ها که اینقدر میگن من دنبال یکی میگردم که آنست باشه، صادق باشه، راستگو باشه، اینها اونها خودشون که به اصطلاح این اوزادی حالا میترسم دستم رو تکون بدم و بله میگن آقای شیرازی میگه که امیدوارم انشالله مردا بلال بشن که اینقدر اذیت خانوما میکنن. آقای زمانیان یادآوری کرد به من که دیروز 12 فروردین بوده و حتما دیدید که کانال یک و آقای تبرزدی و آقای شول سعدی این همشهری دیوونه مشنگ ما و یه مشتی دیگه بیکار میان پنل سیاسی را میندازن با ساز و دهل که آقا ما 12 فروردین میریم جلو، حالا چرا نمیگو نگفته بود همه زندان ها، میریم جلو زندان وکیل‌آباد مشهد. دوستان من عکسایی رو که دیروز دیدم بعد منتظر بودم حالا شهرام همایون بیاد ببینم چی میگه، دیدم ایشون واقعا آدم هنرمندیه در دروغ گفتن و عوض کردن چیزا، به جای اینکه بگه که ما اینو به عنوان آزمایش گذاشته بودیم و ببینیم مردم ما رو میشنون، اگه میشنون حرف اونو گوش میکنن عمل میکنن یا نه، و نیمد کسی، آقا 30-40 نفرم نشد ما میریم دنبال کار زندگیمون. حالا ببینید شهرام همایون چجوری تفسیرش کرد، میگفت که من تمام شب نخوابیدم، این را حتما شب فکر میکرده که اینم میشه مثل پاسارگاد و اینها. پاسارگاد دیدی آقای شهرام همایون، آخونده براشون توالت هم اونجا ساختن وسط راه هم انتظامات و اینا هم گذاشتن، بعد 2-3 سال مردم گفتن حالا ما بریم سر قبر کوروش، او کوروش که نباید قبر داشته باشه، کوروش اگه هخامنشی بوده بالای تپه میذارنش، این توتو ما به بچه نواهمون به اونا میگن بردی، ما میگیم توتو، البته حالا دیگه ما بهشون میگیم توتو بردی، اونا میگن نه این توتوه، توتو ها میان میخورنش، پرنده ها میان میخورنش، ولی اونا بلدن چه کار کنن. خلاصه شهرام همایون و 12 فروردین، اولا سر همین که کی گفته اینا با هم دعوا شده، تبرزدی میگه سازمان ما گفته، آقا سازمان شما کیا هستن؟ اون یکی میگه نمیدونم راه سوم گفته، اون یکی میگه تلویزیون فلان اعلام کرده، گویا 30-40 نفر این بدبختان شاید اصلا روز نوبت ملاقاتشون بوده اومدن اونجا وکیل آبادم، تا اونجایی که من یادمه پارکی داره و اسمی داره تفریگاهه، اومدن نوبتشون بشه، حالا دوربین طرف اون یکی دیگه برداشته، آقای همایون من اومدم اینجا ببینم چه خبره، دیدم مردم اومدن ولی خیلی پلیس هست و فکر کنم، بعد همایون چی گفت؟ گفت یه 30-40 نفری اومده بودن، خب شما میدونی 30-40 نفر که میان یعنی 100 نفر هم اون پشتا دارن نگاه میکنن، 100 نفر که اون پشتا نگاه کنن یعنی 2000 نفر. آقای همایون، آقا این کاسکوزر جمع کن بیا مثل شبخیز، مثل آقای غلامرضا علی رضا امیر قاسمی مثل دیگران برنامه هنری بذار، تو اون کارم موفق میشی، این مسخره بازی ها چی هست؟ تو تا امروز افتخارت اینه که یه دونه رو یک فراخوان نگفتی که کسی بیاد مردم دستگیر بشن. ببینید گفته های خودتون رو مقایسه کنید، یه روز به اون افتخار میکنید که ما گفتیم برید پاسارگاد که کسی نمیتون دستگیر کنه، ولی اون شارمهر احمق میگه برید بانکا رو آتش بزنید، اونا رو میگیرن اعدام میکنن، اینم حالا گرفتن، حالا دخترش هم مثل بدبخت مرغ سرکنده این ورور چیز میکنه، ولی دختره نمیگه که باباش پول خونش رو گرفته، 300,000 دلار از آخوندا پول گرفته. حتما میپرسید چجوری 300,000 دلار آخوندا پول دادن به آقای جمشید شارمر، نمیدونم چیه این انجمن پادشاهی، یه نفر دو نفر گویا قرار بوده بیان اینو بکشن، نمیدونم هر چیزی، طرف گفته آقا ولمون کن، ما اگه اینا کارمون رو درست کنن میایم آمریکا به اینم میگیم و نمیدونم پولا رو بالا میکشیم و فلان. نه این شادمن انقدر زرنگ نبود که اینا قرار بوده پولا رو با این تقسیم کنن، یه عکسی بگیرن این افتاده باشه
گریم و نمیدونم خون و اینا بفرستن برای آخونده، بعدشم این بره آقا اگه سیویل داره سیویلشو بزنه، اگه نداره ریش بذاره، دیگه شناخته نشه، دیگه از این گوها هم نخوره، بره دنبال کار خودش. ولی هم پوله رو گرفت، هم هارتر شد، اومد صحبت کرد، گفت شاید بیشتر حالا این دفعه پول بدن، شاید این دفعه 300 هزار دلار 500 هزار دلارش کنن، 1,000,000 دلارش کنن. بعدم این مردک توی ایام کرونا راه افتاده رفته هند و دبی و آلمان و اینور و اونور دنبال کار. آخه بدبخت تویی که مریضی، جلو دوربین اینجوری اینجوری میکنی، حالا ممکن دو روز دیگه من همینجوری بشم، ولی اینجوری اینجوری میکنی، بازنشستگی آلمانو داری، بازنشستگی اینجا رو میگیری، دیگه هند و دبی رفتنت چیه؟ در صورت همش مانی مانی مانی، پول پول پول. و اینا کسایی هستن که شب هم که میخوابن میگن و اون پول اینجوری بلا به سرشون آورد و چیز کرد. در صورت این پیام دوستمونم از آلمان شنیدیم، ممنون و متشکرم. دوستان حمایت 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 از تلویزیون مردم، وبسایت نسبتا جدید اونم به اصطلاح دیدن کنید حتما. حتی همین الان اگه میخواین این برنامه رو روی مردم tv.com تماشا کنید، بعد بذارید بیارم اینجا بهتون نشون بدم. روی مردم tv.com ما اون آگهی های گوگل رو برداشتیم، اجازه بدید بهتون اینجوری کپچر نشون بدم. این مردم تیوی اینجوری، بله روی کامرای دو آگهی های گوگل رو برداشتیم و اینجا براتون گذاشتیم جهت تماشای شبکه های تلویزیونی، اینجا رو کلیک کنید. هیچ کم به ما پولی نمیده. من اولین تلویزیون ایرانی هستم که وقتی این را افتاد تلویزیون های دیگران رو مجانی میذاشتم. همین کوین که حالا شده کاوه، این تعجب میکرد، میگفت من نمیفهمم تو ایرانی هستی؟ میگفتم، میگو اونای دیگه میزنن پای همدیگر رو میشکنن، ولی گفتم نه من میذارم اونا بیان مقایسه کنن، آقا این برنامه سوربیه، این برنامه تلویزیون مردم، اون بهترین انتخاب کنن. خبرها رو میذاشتیم، چیا رو میذاشتیم. درصد الان یه بار دیگه برگشتم این کار رو انجام میدم. شبکه‌های تلویزیونی میتونید اونجا نگاه کنید، ولی حتما لطف کنید این دوتا بغلش، این دو گوشه ببینید، دونیت یعنی همیاری. دونیت رو آمریکایی‌ها میگن مثل صدقه میدن، ولی من فکر کنم برای این کاری که ما انجام میدیم من احتیاج به صدقه شما ندارم، احتیاج به همیاریتون دارم. همیاری دونیت. بعد اینجا آخرین برنامه خودم رو میذارم این سمت، چون بعضیا میگن که سیستم قبلیتون 12 ساعت ما میتونستیم ببریم عقب برنامه ها رو ببینیم، الان نمیتونیم. پس من سعی میکنم آخرین برنامه خودم رو اینجا بذارم سمت راست، الان اینو بزنم ببینید آخرین برنامه هفته پیش میاد، شما روی این یوتیوب بزنید تمام صفحه میاد. و یه جورایی حقیقتا درست تلویزیون نقلی داریم، ولی این چیزاش هست. برنامه کانون آوا و دیگران رو اینجا میذارم، هر کسی تو تلویزیون مردم برنامه داشته باشه به یه نحوی ما ازش تشکر میکنیم. این اناونسمنت یا آگهی ها رو اینجا میذارم، آگهی شما میتونه اینجا باشه. بعد این بغل سعی میکنم ویدیوهایی رو که خودم نگاه کردم و میخوام راجع بهشون صحبت کنم. الان یه ویدیویی هست از دکتر هوشنگ نهاوندی مصاحبه میکنه راجع به اونایی که باور دارن این تیمسار مقدم خائن بوده و اینها، میگه نه بابا این خائن نبود، آدم خوبی هم بود، تو همه تیمسارها و اینها این میشه گفت بهترین بود، ولی شاه یه کاری کرد اینو انداخت توی دامن آخوندها. و اون ماجرا رو تعریف میکنه که این آقا نامه می نویسه، نامه رو میبره میده به فرع، فرع میگه که این نباید این چیزها رو می نوشته، شما هم خوندی؟ میگه بله. میگه آخه یه چیزایی بوده از زندگی من که شما نباید میدونستید. بعد نهاوندی بهش میگه خانم این چیزایی که شما فکر میکنید مردم نباید بدونن، توی قهوه خونهای ایران هم راجع به شما و دوست پسرات و اینا احتمالا حرف میزنه. بعد یه ویدیوی پایینش گذاشتم، ویدیوها کوچیک نسبتا ولی بد نیست. این ویدیو رو شما اگه نگاه اجازه بدید، اینه این دوستان راجب هویدا هست و این هست که میگن هویدا رو خلخالی یا قفاری که اون آخونده از پشت زدنش اینا. خانم دکتر فکر کنم فامیلشون انشا هست
و این خانم دکتر انشا فارسی هم مشکل تر از فرانسوی صحبت میکنه. شما میدونید که خود هویدا هم فرانسوی و عربی و اینا رو بهتر از فارسی صحبت میکرده. خلاصه اصلا اون ماجرایی که من و شما از هویدا میدونیم اون نیست. اینه که شاه هویدا رو انداخت زندان، نه خیر، هویدا رو میگن به مردم انداختیم زندان، ولی میذارنش توی خونه ای، از اون خونه هم میبرنش یه پارکی و یه ویلا و فلان اینها، بعد میگن مردم اعتراض کردن گفتن نه خیر خبری از این نیست، یه بار میبرنش گویا زندان اوین اونجا عکس میگیرن و اینها، ولی بعدن مجبور میشن بفرسنش زندان قصر و اینها و همه میگن به این هویدا فرار کن، فرار نمیکنه. ولی بیایم اینجایی که این خانمه چون میگه من نوه خالش بودم، در صورتی که وقتی میگه یعنی خاله من، نوه خاله نمیدونم، فامیل بودن، فامیل دور، مثل آقای احمد علی انصاری میدونید میگه که من نمیدونم خاله زاده یه چیزای اینجوری میگن، گاهی وقتا گیج میشه آدم. گفتم بهتون توی مهمونی یه دوستی اومد به من سلام علیک کرد و اینها، بعد گفت من میشناسی؟ گفتم نه. گفت با من اومدم خونتون شیراز فلان، گفتم والله یادم نیست خونه ما اصلا دوستان فامیل هر کی میمد میرفت ولکام. گفت که من برادر خانم برادر شما هستم. گفتم آقا این شماره منو بگی یه روز دیگه به من زنگ بزن، الان توی مهمونی من چند تا آبجو خوردم نمیفهمم. شما سه تا برادر گفتی، دو تا خانم گفتی، گیج شدم. برادر خانم برادر من بود که سالها پیش، یعنی مثلا 50 سال پیش، ایشون آمده بوده از خوزستان یکی دو روز خونه ما مهمون بودن و بعد جدیدن فهمیدم که ایشون بیمار شده، مریض شده، سرطان گرفته، امیدوارم شفا پیدا کنه. در هر صورت یادم نیست راجع به چی میگفتم، ولی این راجع به هویدا گویا خیلی ها بهش پیشنهاد میکنن فرار کن، میگه من چیزی ندارم و اینا، حتی اگه تو دادگاه میخوان منو محاکمه کنن، این بیچاره دنبال همون المأمور و معذور بوده، فکر میکرده اگه اینو بگن چی میکنن، در صورتی که همین الان که من با شما صحبت میکنم 4 روز 5 روز از دادگاه یه پلیسی میگذره که این نمیشه شما بگی من پلیس بودم به من گفتن این کارو بکن. شما میتونی وایسی کنار، بعدن البته خیلی هم کارشون رو از دست میدن، برای کار خطا نمیکنن. همین توی ماجرای این جورج فلوید که کشته شد 4 تا پلیس کار خودشون از دست دادن، طرف میگه آقا تو به جای اینکه وایسی اونجا میتونستی بهی بگی آقای داره میمیره بلند شو، اگه بلند نمیشد بهش بگی ببین من دارم میرم با ماشین اداره و دیگه من اینجا وای نمیسم. مردم الان دارن گریه میکنن، میگن ما شبا خواب میبینیم که ما دلیلی بودیم که این کشته شده و ما باید میرفتیم جلو کاری میکردیم که پلیسا اینجوری 9 دقیقه و خورده، اول میگفتن 8 دقیقه و 40 ثانیه، الان 9 دقیقه و 19 ثانیه روی گردن این نشسته. حتی امروز یه پلیسی را آوردن، پلیس با سابقه بود، میگم من اونجا آموزش میدم به اینا، میگم وقتی یه نفر رو گرفتید بله ممکنه حمله کنه، ممکنه مست باشه، ممکنه معتاد باشه اینا، ولی وقتی شما دستبند زدی بهش دیگه رو گردنش از پشت نباید بشینی، اینو از بغل که بخوابونی وزن خودش با اون دستبند و اینا اینو گیر میندازه. در صورت امیدوارم که این پلیسه به اصطلاح محکومیتش یه جوری باشه که باز تظاهرات و آتش زدن‌ها و اینها توی چیز توی آمریکا را نیفته، چون الان وضع خیلی خوبه. میگن هویدا در زندان جمشیدیه بود نه زندان قصر. آقا جون این ویدیو رو شما نگاه کن، سعی کن از توی مردم TV.com هم بری اونجا، والا نه پولی به ما میدن نه چیزی، ولی ما میخوام شما بیاین مردم TV.com رو ببینید. بذارید همه الان که من میگم لینک مردم TV.com رو هم بذارم اینجا و شاید باید یه مدتی برنامه‌های زنده رو از اینجا قطع کنم و بگم فقط در برنامه در صفحه خودمون نشون میدیم، بعداً به صورت کتلت شب مونده توی فیسبوک و توی یوتیوب میذاریم. آقای سلیمانی رو دوباره یوتیوب فیسبوک تنبیه کرده، برای من نوشته بود که من رو تگ کن
من برنامه قبلی رو فکر کردم ایشون رو تگ کردم براش فرستادم، ولی بعد دوباره گفت که نه آقا دوباره تگ کن اینا. گفتم والا من اصلا بلد نیستم چجوری تگ کنم، حالا اگه یکی میتونه آقای علیرضا سلیمانی رو تگ کنه. دوستان ما به غیر از این وبسایت مردم تیوی دات کام یه وبسایتی داریم که اون وبسایت اوریجینال یا به قول ایرانی ها اوریجینال مردم ریپورت بود و اون رو من سال 2009 شروع کردم. به شما گفتم شما ها میتونید اینجا مجاناً ویدیوهایی رو که دوست دارید از یوتیوب خودتون قرار بدید. ضمناً دنبال کسی میگردیم که این صفحه رو هم واگذار کنیم. البته وقتی میگن واگذار، این روح الله زن بهتون گفتم از بس بچه آخونده مفت خوری بود بار من زنگ زد آقا شما که میگی واگذار اینو بده به من، بعدن که کارم را افتاد به شما یه پولی میدم. گفتم نه خیر، بنده معامله که میکنم به شما میفروشم میرم سراغ کارم. دوستان ببخشید من اینو میگم، هر جوری فکرش میکنم یه جوری نمیرسم به اون نتیجه‌ای. من خب گاهی وقتی میام میگم مثلا یه چیزی داریم تو تلویزیون، یکی برامون فرستاده میخوایم بفروشیم فلان اینا. همین الان که با شما صحبت میکنم یه دوربین آکی AUKEY بذارید عکسش بهتون نشون بدم داریم و من گذاشتم برای فروش، اگه کسی بخواد، اگه تو این محل ویرجینیا و واشنگتن اینا باشه که چه بهتر، ولی اگه نباشه فکر کنم یه 5-6 دلاری 10 دلاری هم باید پول پستش بدیم، اونو میخوام بفروشم. ولی من هر وقت گفتم یه چیزی معمولا دوستانی که منو میشناسن گفتن من اینو میخوام و با بعضی هاشون خب وقتی دیگه اعتبار دارن این رسم ما پست میکنیم میره. براتون گفتم حتی یه نفر دیویدی خواست، من برایش اون موقع باید میشنستی زحمت میکشیدی فرمت چوز کرد پر کردم فرستادم رفت، هیچ وقتم پول نفرستاد و اگرم فرستاد یا لابد گم و گور شده یا هرچی، بهتره که ما بگیم تا پول ندید ما این کار رو انجام نمیدیم. ولی اگر شما یه چیزی برای یه دوستی فرستاده باشی اون یادش رفته باشه یا یه رقم دیگه ای برای شما پول فرستاده باشه، شما متوجه اصلا نمیدونم چی بگم، چه جوری به طرف میگین که آقا یه نگاهی به این وسایلی که از من گرفتی بکن ببین پولشو فرستادی یا نه، اگه فرستادی که به من نشون بده کجا فرستادی، اگه نفرستادی خودتو جریمه و لیت چارج و اینا بکن. این دوربینه که بهتون میگم اینه دوستان، اگر یه وقت کسی خواست، این دوربینیه که میگن از لاجیتک 920 و 922 بهتره، اونا رو 120 دلار و 99 دلار و اینا فروش میره و اینو ما داریم، من زدمش برای 35 دلار. حالا اگه شما تو این منطقه هستین 30 دلار 35 دلار و این برای اسکایپ زوم مدرسه و اینا خوبه. اگر اینجا نیستید 40 دلار 50 دلار بدید تا پول پستش هم در بیاد و اینه اصلا نو تو باکسه، یعنی توی قوتیش اونجا نو نو اینجا رو زمین گذاشتم، قوتیش هم همینه که شما میبینید توی این عکس، یه قوتی چارگوش قهوه‌ای کوچولو و الی آخر. اون تلفنایی هم که دفعه قبل در برنامه ها گفتم چهارتاشو یکی از دوستان خرید، ممنون و متشکرم و به هم گفت که بذار دم در خونتون من میام ور میدارم پولم میذارم زیر زیر فرش. اینجا بعضیا کلید میذارن زیر فرش، بعضیا به اصطلاح پول این روزا مقصد میخوان همدیگر رو نبینن و اینها. بعد گفتیم خب امیدواریم اینم به اصطلاح درست باشه. البته وقتی آمد من در رو باز کردم ماسک زده بودم سلام علیک کردیم و یکی از دوستان قدیم همین برنامه های تلویزیون من بود. در هر صورت دوستان پیشنهاد بهتون میکنم که هم تلویزیون مردم رو حمایت کنید، چه چیزی گرفتید از ما چه چیزی نگرفتید، اگه چیزی از ما گرفتید چک کنید ببینید پولش رو دادید یا نه، شدیداً به پول احتیاج داریم. دلیلش هم اینه که بهار که میاد توی شیراز و ایران باید دوغ و چلو کباب و این چیزا میخوردیم، اینجا خب باید آبجو بخوریم، آبجو هم گرون کردن لامصبا، میبینم چلو کبابی ها چلو کباب هم گرون کردن، اونا هم حق دارن کارگر گرون شده. ولی من ناراضی ام موقعی که کباب رو کوچیک میکنه قیمتش هم بالا میبره، پیازرم اون موقع با هر یه چلو کباب نصف پیاز میداد دو تا گوجه، حالا یه گوجه میده گوجه های کوچیک میگیره، خب اینا کیلویی میخرن، بعد پیازه رو
به جای 4 قسمت هم 8 قسمتش میکنه. بعد پیازا اگه مونده شده مال روز قبل دیگه ندین به مردم. درسته که به کارگر اسپانیشت گفتی اینو پلاستیکه رو همچین بپیچ که هوا بهش نخوره، ولی دوست عزیز بازم مونده میشه، مخصوصا پیاز. پیاز یه چیزی هست که حتی خودش رو میذاری یه جایی نگاه میکنید این پوسه های دورش خورده میشه، از دورش خودش تغذیه میکنه. به همین خاطر باید سرشو بزنی، تهشو بزنی، دورشو باز کنی. و نمیدونم به چه جوری میشه به این دوستان بگی که آقای ایکس، خانم ایگرگ، ما خوراک شما رو دوست داریم ولی شما هر روز داره خوراکتون بدتر میشه، مقدارش کمتر میشه، گرونتر هم میشه. یادمه سالها پیش که برنج و روغن یه دفعه کم شد، این دوستان در کباب بازار قیمت ها رو بردن بالا، یه دلار و نیم، 2 دلاری، و همه هم چون رگولار کاستومر هستن، دوستاشون هستیم دیگه، یه سریشون باشون مدرسه رفتن و فلان، نه 20 سال 20 چند سال اینجا هستن، همه گفتن خب درسته دیگه باید این کارو بکنیم اینا، ولی بعد میبینی کمش میکنن، بعد میبینی چیزی که ارزون شد برگشت دیگه اینا بر نمیگردن. البته باز تو کار پمپ بنزین و اینا هست، میگن اینجا تا یه خبری میشه، یه اخباری میاد که فلان پالایشگاه سوخته، جنگ نمیدونم سومالی شد با ایران، ایران شد با فلان، قیمت ها مثل راکت، مثل موشک سریع میره بالا. بعد میگه وقتی میخواد بیاد پایین مثل فدر، فدر یعنی پر، اینجوری یواش یواش با اشوه و غمزه، یه دفعه 30-40 سنت مثلا توی یک گالون میره بالا، ولی 1 سنت 1 سنت 2 سنت 2 سنت میاد پایین. و اما اینجا نوشته بودم آقای زمانیان، ببین 12 فروردین اعتراضات به همه چیز، 13 به در، تفریح و گردش. و اما چون گفتم بعضی وقتا من یه فیلمایی رو نگاه میکنم اصلا ارزش دیدن نداره، هی به خودم میگم حالا نگاه کنیم ببینیم چی میشه، شاید یه نکته‌ای توش هست بگیریم فلان، نه اینجا نمیرس. 2 تا فیلم دیدم، یکیش اسمش هست مشت آخر که خانم گوهر خیراندیش همشهری ما هم داخلشه، این چه زن زبلیه، این دیگه هم سرش تو آخوره، هم از کادون، هم میاد آمریکا و اینور و فیلم میسازه هم اونجا، و یال تازه شوهرش هم مرده، اگه شوهرش زنده بود که دیگه دوبار میخوردن و میبردن. بگذاریم، یه فیلمی به نام مشت آخر، بد نیست، به قول ما شیرازی ها مشت آخر، بد نیست این فیلم رو نگاه کنین، ارزش دیدن داره. ولی یه فیلمی هست به نام طلا، باز ما شیرازی ها به طلا میگیم طلا، کدومش درسته نمیدونم، گفتم به استاد دانشگاه ازش پرسیدن گمان درسته یا گمان، گفت به گمانم، هم گمان درسته هم گمان. حالا این طلا و طلا و اینا تا موقعی که من بگم طلا شما بفهمید درست. همین شهرام همایون اون روز یه چیزی رو اشتباهی خونده بود به پیک که میره بالا مال کرونا، گفته بود پیک، بعد یکی از دوستاش زنگ زده بود گفته بود آقا این پیکه، دوباره مثلا پیک سوم رفت بالا، پیک چهارم رفت بالا اینا. و اما فیلم طلا رو هم ببینید، فیلم جالبیه. قبوله که مردم تو ایران به اصطلاح زندگی سخت دارن، قبولیه که گرونی هست، بیکاری هست، ولی این فیلم رو ببینید، بعد ببینید شما با من هم عقیده هستین که ملت هم مثل اینکه مشنگ شدن، الکی یه کارایی میکنن، یه قولایی به همدیگه میدن، یه پولایی به همدیگه قرض میدن که خودشون دوستیشون همه چی رو به درد سر میندازن. به نظر من فیلمی قابل دیدن، آقای اکبری به شرطی که بتونی ورزش کنی، ورزشایی که دکتر گفته و اینها، و فیلم تماشا کنی، این فیلم ها هم نتیجه شو برای ما با شماره تلفن 202-695-2573 برامون بذار. اینجا گذاشتم افکت 4 اینه. خب 202 شماره تلفن ما هست که مال واشنگتونه، 695-2573. گفتم حمایت، مردم تیوی نیو سایتش نگاه کنید، مردم ریپورت هم اگه دنبال یک پلتفرم یا یک سکوی ارتباطی میگردید، مردم ریپورت درسته که الان اگه بزنید بلد باشید چک کنید بهتون میگه ویزیتور آنچنانی نداره، ولی اگه شما راش بندازی، بروزش کنی، خبرها رو بذاری، اون وقت این میاد توی گوگل سرچ و اونجا به اصطلاح میتونه، به نظر من اسم خوبیه برای یه چیز خبری، یه سایت خبری. فیلم طلا، مردم بیچاره ولی
ولی بی حسابم کار میکنن. مشت آخر کمدی و اونم بد نیست. و اما عباس ننگاور هم پادشاهی خود را اعلام کرد. این چیزی بود که آقای زمانیان هم یه عکس جالبی درست کرده، من بهتون نشون بدم. و عکس خامنه ای رو نشون دادیم که دروغ 13 اونجا چی بود آقای زمانیان؟ این 13 بدرم ورداریم بیایم تودی شافتکم میزنیم. شیرازی ها به سوتم میگن شافتک و یه بازی بود فلانی شافوتی، یعنی یه سوت بزن، از سوتی که میزد ما حدس میزدیم که اون کجا هست. بله این هم آقای ننگاور. و اگه اینجوری پیدا نیست من اینجوری بهتون نشون بدم. ببینید مثلا این عکس پی ان جیه، چون پی ان جیه تو این سیستم باز نمیشه. این همون ماجرایی که این سیستمای آیفون و ویندوز و اینها به سر ما آوردن، همینه که مثلا شما الان کلاب هاوس میتونید از تلفن توی تلفن آیفون داشته باشید، ولی توی تلفن اندروید هنوز نمیتونید داشته باشید. من شنیدم توی ایران ایرانی ها بیشتر از تلفن اندروید استفاده میکنن، یکی به خاطر اون محدودیت ها و یکی به خاطر ارزون بودنش. در هر صورت کلاب هاوس هم دیروز شنیدم که یه پروگرامی داره که شما روی اندروید هم میتونید داشته باشید، ولی اونایی که تو کلاب هاوس بودن تعریف میکردن چجوری این کار رو انجام بده. میگه تو آمریکا هم چلو کبابش شده مثل ایران، دو سیخ بود شده یک سیخ، همه چیز کم و کوچیک کردن. حالا من یادم از قدیم وقتی بچه ها میرفتن چلو کبابی، اون موقع اینجوری نبود کس بگه چی بگفتن رژیم داره، میگفت مثلا نیم پرس که می آوردن برای بچه یه دونه سیخ بود. ما اینجا واقعا همون یه سیخ رو هم نصف میکنیم. دلیلش هم بهتون میگم، مخصوصا تو مهمونی ها وقتی شما میگیری، اون بنده خدایی که اینو ور میداره تو بشقاب میذاره، سیخ ها انقدر بزرگ بود. حالا دوستانی که چلو کبابی دارن میتونن بگن ما از بس کبابامون دراز بود و بشقابای شما کوچیک بود، ای باز دارم نگاه اونجا میکنم، مجبور شدیم کبابامون کوچیک کنیم که تو بشقابتون جا بگیره. نگران نباشین، ما همون اولی که میخریم اینا رو نصف میکنیم. هر کی میخواد نصف سیخ، هر کی میخواد دو تا نصفه میذاره که میشه یه سیخ. و نمیدونم واقعا، ای کاش یه معیاری باشه. مثلا اینجا پیتزا فروشی بهت میگه این 10 اینچه، این 12 اینچه، این 14 اینچه. همبرگر بهت میگه این کوارتر پاوند یه پوند 483 گرم اگه اشتباه نکنم، یه چهارم اونه، یا نیم پونده، یا یه پونده، یه پوند نیم کیلو گوشت رو میذاره. بعد یه نفر رفته بود سو کرده بود اینا رو که آقا گفتی مثلا یه پونده یه پوند نیست. طرف اومده بود گفته بود آقا ما نپختش رو میتونیم بکشیم، اینو یه پوند میذاریم، حالا شما باید حساب کنید که اینجوری یا اینها. ولی بازم بهش یه سری پول دادن، گفتن اقلا شما باعث شدی که ما از این به بعد بنویسیم مثلا این قیمت، این وزنها مال قبل از پخته شدنه. در صورت ممنون و متشکرم. یک سدی تو افغانستان تو برنامه هفته قبلم گفتم که شروع به کار کرده و آقای اون چیچیه رفت اونجا رئیس جمهور اینجوری هم زد روی، انگار برق گرفتش پرید بالا. بعد گفت که دیگه حالا ما آب مجانی به ایرانیان نمیدیم، نفت بیار آب ببر. و برای بعضی از ایرانی ها باز خیلی سنگین بود، این افغانی ها ما کمک میکنیم، 4-5 میلیون نمیدونم افغانی اونجاست توی جنگ چنین و چنان و اینها. البته خیلی ها گفتن این قراردادها به این زودی اجرا نمیتونن اصلا اجرا کنن و اینها، ولی از لحاظ کشاورزی خوشسالی اینها و مناطق هیرتمن گفتین شما رودخانه که من به اشتباهی گفتم رودهن، اینها صدمه های خودشون رو زده. و باز اگه نگاه کنید این برنامه بود که راجع به کنترل جمعیت بود و اینها. دوستان کم آبی حتی در زمان شاه هم بوده. یکی از دلایلی که شاه
فکر میکرد جمعیت همون 30 میلیون 35 میلیون نگه داره و نوشت فرزند کمتر آسایش بیشتر، ولی خودش هی هر سوراخی رفت یه بچه درست کرد. همین بوده که با کم آبی مبارزه کنن اینها. البته خیلی از کشورها هستن برنامه هایی دارن، یکی از اونها اسرائیله که میگن کم آبی رو تونسته مهار کنه. و اما برگردیم به نفت بیار آب ببر بین ایران و افغانستان. در استرالیا میگه برق ببر آبجو بیار. بعضی از خونه ها چون اونجا آفتاب زیاده از این سیستمای سولار یا خورشیدی گذاشتن و برقی که تولید میکنن بیشتر از مصرف خونه شونه. دیگه یه چیزی هم نیست که خشکش کنن نگهش دارن، یه مثلا خازنی یا کپاسیتوری داره تا یه حدی، بعد از اون دیگه بی خوده. به همسایه هاشون برق میفروشن و بهشون میگن آبجو بیار. گویا استرالیا هم آبجو خورای زیادی داره، اونا میگن برق ببر آبجو بیار. و اما یادتونه گفتم یه دوست مجاهدی با من تماس گرفت، گفت اصلا آقا من به آقای فیلابی میگم، آقای فیلابی رو میارم فلان اینها. گفتم بیار. همین امروز یه نفر نشته بود، آقای سربی به خدا شما این مجاهدین رو بزرگ کردین و معروف کردین، اصلا تو ایران کی مجاهدین رو میشناخت؟ جوونه که نمیشناسه، مسنم که خیانت کردن، اینا ازشون متنفر و اینها بماند. اینو یه نفر تو فیسبوک نوشته و تو برنامه قبلی هم من نشون دادم. ولی این آقای علی آقا دوست نازنین 30 ساله من که اتفاقا آلمان هم بوده اونجا مکانیک شده و اینها، الان فکر کنم حتی بهش گفتن دیگه با سربی هم تماس نگیر. یعنی بعد از اینکه یه 10 روز پیشی تلفنی صحبت کردیم و گفت آره من میرم میگم میارم نمیشون و اینها، فکر کنم بهش گفتن آقا با سربی هم تماس نگیر. میدونید چرا؟ فکر کردن ممکنه همین یه نفرم آگاه بشه. آگاه بشه کسی وای نمیسه تو سازمانی که دروغ میگه، به خودش دروغ میگه، به هواداراش دروغ میگه، به طرفداراش دروغ میگه و به اعضایش دروغ میگه. همچین هم که اعضایی که تا دیروز گوهر بی بدیل بوده میاد بیرون میشه مزدور و ذلیل و اونا میگن آقا این دیوانه است و بماند. در صورت علی آقا کجایی؟ گفتی اتفاقا این روزا هم کار کمه، میای ما فلان اینها، نیومدی. دوست ما آقا مسعود دیروز با من تماس گرفت، راجع به قرارداد و چین و اینها یکم صحبت کردیم، امیدوارم که پیام گذاشته باشه. من باور کنید نمیفهمم چرا این دوستان ایرانی از پیامگیر اینقدر گریزونن. آقا زنگ میزنه میره رو پیامگیر قطع میکنه، دوباره قطع میکنه، دوباره زنگ میزنه. و خب آقا طرف دفعه اول کار داره، حالا هم کار داره، پیام بذارید اینا. من از آقای مسعود کردار خواهش کردم که پیام بذاره، امیدوارم گذاشته باشه. ببینیم جناب صبحی زنگ زدم که یه مقدار کوتاهی راجع به بعضی از مسائل صحبت کنم. تشریف ندارید یا تلفنتون رو بر نمیدارید یا روی ایر هستید، به هر حال ترایم میکنم مجددا. خیلی آقا همینجا شما تا 3 دقیقه پیام بذار، من بدونی که مزاحمت بشم. البته آقای خسروی، آقای خسرو بهرامی الان میخنده میگه آره اگه تو تونستی 3 دقیقه ساکت بشی. دیدین دیگه اون خانمه که از آلمان برنامه پخش میکرد، من اصلا اینتراپ نکردم یا نپریدم وسط حرفشون. البته به 2 دلیل، یکی این که از خانما واقعا حساب میبریم، بعد دلیل دیگه شم همون گفتم که بذارم کامل صحبت کنم. شما هم مسعود جان همین جوری که زنگ میزنی لازم نیست بگی یا نیستی یا مردی یا نمیتونی جواب بدی، قشنگ دوست داشتی سلام کن، دوست داشتی اسمت رو بگو، دوست نداشتی بگو من میخوام راجع به فلان مسئله. راست میگه، این وقتی من دستمو تکون میدم، این همین ماجرای تقلبی که میکنیم که به اصطلاح این عکسای قلابی رو بذاریم پشتمون، شروع میکنه به چشمک زدن. بذارید من اصلا این عکس رو بردارم ببینم چی میشه. اینجوری خوبه؟ آره باز یاد چیز میفتم آقای چی میشه چی یاد چیز میفتم آقای میبودی به من میگفت سوربی اون کتابخونه‌ای که داری پشت سرت خیلی خوبه. بله ببینید اصلا این تنظیماتش درست نیست آقا. و تنظیمات من میدونم چشه تنظیماتش. حالا اتفاقا این ویکند یه چند تا ریموت کنترل دارم که لایت یا نور رو از اینجا میتونم تنظیم کنم، اونا رو میذارم رو میزم، نصب میکنم و با
بالا و پایین بردن نور، چون این هم دوتا پروگرامه. این عکس من یه پروگرامه، اون عکسی که اون پشت میبینید یه پروگرامه. اینا رو دستگاه وقتی میذاره گیج میشه. شما باید بهش بگی من نمنم، من منم، اون یکی من نمنم، اون عکسه. در صورت حالا متوجه میشم، من ببینید من عکسم بالا و پایین میکنم، اصلا غیب میشم، میام میرم. شما اگه نگاه کنید این صندلی منم حتی غیب شده، به چرخم اصلا همه چیز غیب میشه. این اشکال اولین روزیه که این برنامه رو دارم اجرا میکنم. ببخشید. آقای محمدی سیاوش خان میگه سلام عرض کنم جناب صوربی، حرفهای اشرف غنی طبق قراردادی بود که زمان شاه بسته شده بود و ایران هم حقی مازاد بر حق آب تعیین شده برای رود هیرمند ندارد و افغانستان می تواند مازاد بر حق آب را به ایران بفروشد. خب افغانستان باید از خودش سوال کنه، ایران این همه به اصطلاح کمک کرده توی زمانهای مختلف، نمیدونم. در صورت من راجع به همین قرارداد چین و اینا اینجا هم بعضی دوستان که چی میگن، میگم آقا شما همه قراردادهای آمریکا رو با کشورهای دیگه بلدی، همه رو گذاشتن مردم رفراندوم بدن. میگن نه، ولی اونجا چون مردم بهشون اطمینان ندارن. میگم آقا دوست عزیز حرف خود تو گوش کن، خودت میگی چون آمریکا دولت مورد اطمینان مردمه لازم نیست قراردادها رو به ما بگن، ولی چون ایران دولتش دزده، دیکتاتوره، پدر سوخته است، جانیه، باید قراردادها رو ما بگن. خب شما باید دیوانه باشی که از یه چنین دولتی انتظار داشته باشی شفافیت داشته باشه. اگر شما دیوانه هستی انتظاراتت بالاست، خودت رو باید عوض کنی. دولت رو که نشون دادی 42 ساله نتونستی عوض کنی، از اون احمقی نژاد اومده تا روحانی اومده تا الان نفر بعدی کی میخواد بیاد. دیروز اتفاقا دیدم یا آقای اکرمی اکبری بعد میگفت که من سه بار تا حالا کاندید شدم، شهرام همایون ازش پرسید خب اونا هم شما رو تایید میکنن؟ میگم نه، اونا در حدی نیستن که منو تایید کنن. از این بذلگوییش خوشم اومد، حالا امیدوارم موفق بشه. تو ایران سن 35 ساله اصلا مجاهدین را نمیشناسد، من که تا به حال ندیدم. البته تنها نکته این است که در سالهای خوشسالی ایران حق آبی ندارد. من این متوجه نمیشم، این حق آب هست، آبی هست، عمدن اینجوری نوشتید؟ و تنها در سالهای بارندگی نرمال ایران حق آب دارد یا حق آبه دارد شما نوشتید. ممنون و متشکرم. من هر روز که میام اینجا از شماها یاد میگیرم و یکی از دلایلی که نمیتونم از شماها دل بکنم همین. دو تا ویدیو دوستان تو صفحه مردمتیوی.com گذاشتم، وقتی نگاه میکنید دست چپتون اون پایین صفحه دو تا ویدیو، یکی مال به اصطلاح هوشنگ نهاوندی درباره تیمسار مقدم و یکی خانم انشا که دکتره و ایشون نوه خاله هویدا بوده. من اینجا دو بار با آقای فریدون هویدا، برادر امیر عباس هویدا یا عباس علی هویدا، چی نمیدونم، فقط از این اسما داریم، مخصوصا این روزا همه امیرعلی، امیرحسین تو ایران خیلی رد شده، دو بار با ایشون صحبت کردم. متاسفانه اون موقع قبل از اینکه فوت کنه حالش خوب نبود که بیاد و ما هم عقلمون نرسید. خب حالا که داریم تلفنی صحبت کنیم، چون نزدیک بودیم فکر کردم بیاد تو به اصطلاح استودیومون و اینها و نشد هیچ وقت. ولی همیشه به من میگه که حقابه، ایشون نشته حقابه، این کلمه رو من تا حالا ندیده بودم نخونده بودم. خیلی ممنون از شما، حتما بعدا نگاه میکنم در فرهنگ ما اینو اینها ببینم چرا بهش میگن حق آبه. خلاصه نتون مصاحبه کنه. ولی فریدون هویدا میگه من دو تا سوال دارم از رژیم شاه، چرا برادر منو زندانی کردی؟ از رژیم خمینی چرا برادر منو کشتی؟ برگردیم باز به همین ماجرای هویدا. این خانم انشا که دکتره و فامیل ایشون بوده میگه که پزشکی قانونی وقتی ما رفتیم گفت این اعدام بوده، تیربارون اعدام بوده، سه تا تیر به هویدا خورده و از فاصله 10-12 متری بوده. شما میدونید وقتی که اینا کارشون هست از نزدیک بزنی تیر یه شکل دیگه داره، یه چیزی داره، حتی گوگرد و اینها روی زخم میمونه، از دورتر بزنی فرق میکنه، انواع این. خلاصه
دکتر پزشک قانونی به اون خانم گفته بوده و میدونید هویدا به اصطلاح بازرگان حتی بنی سعد اینها همه دنبال این بودن که هویدا کشته نشه به چند دلیل که بتونه بیاد حرفایی بزنه، ولی شایع شد که آخوندها میخوان هویدا زود از بین بره که حرفی نزنه چون آخوندها ساواک و ساواماک باز این دوتا ویدیو واقعا اینجا میگن ای مست، یعنی حتما باید نگاه کنیم. آخوندها حتی در رابطه با تیمسار مقدم وقتی که دیگه مقدم از شاه میبره فروردین 1357 به شاه گفته بوده، درست همون حرفی که مصدق زده، خانوادت یه سری فاسد داره اینا رو باید بفرستی برن خارج، پول دارن اینقدر دزدی کردن برن، بدبخت اینا رو بفرست اینجور اونجور. بعدم راجع به شریف امامی گفته بود شریف امامی نخست وزیر نشه، ولی فرهم گفته بود منم گفتم نشه، ولی وقتی این کار کرد اینا مثلا تیمسار مقدم کسی بوده که به منتظری پیام میده که تو میری فرانسه به خمینی بگو که شما گفتی شرکت نفت کار نکنه، آقای نیساری گوش کنه، شرکت نفت کار نکنه، اگه مردم کار نکنن نفت کار نکنن مردم زمستون توی دهات تلف میشن، بعدم طرفدارای خودت مخالفت میشن فلان اینا. بعد خمینی میگه که اینو مقدم گفته، میگن بله، میگه درست میگه همین کارو بکنید که به اندازه تولیدات داخلی تولید میکردن. اینه که باید یه نفر برنامه داشته باشه، وقتی برنامه‌شو میگه آقای نیساری عزیز، آقای آبتین، خانم اسمتون الان یادم رفته، بالا همین آپتینیسم و فلان، از خودتون ایراد بگیرین، بگین این شبنامه بیاد دست من، این نامه بیاد دست من، این فراخوان بیاد دست من، اولین ایرادش ایه. آقای همایون شما میخوای مردم بفرستید دم زندان، خب میان میگیرنشون میگن آقا شما اومدید دم زندان چی ملاقاتی داری اینجا؟ میگه نه. میگن خب حالا برو تو زندان که دوستات بتونن بیان اینجا و فامیلش باشه یا دوستش باشه. اینجوری نیست آقا، کشکی نیست، مردمو بفرست تو خیابون، چرا برن دم زندان؟ برای اینکه خانم سپهریه، کیه؟ بنده خدا، اونم یه بدبخت دیگه، اونم اسیر دست شما تلویزیون ها شده. و جالب اینه که خود شهرام همایون میگه حتی خانم سپهری هم نیومده امروز، حتما یه جای کار داشته. خب دوستان، کتاب بیشعوری رو کی خونده؟ کتاب بیشعوری گویا آمده، اونم براتون میذارم رو صفحه اول مردم تیوی. دلیلی که من این کارو میکنم، حتما شما هم دیدید یه جایی که یه چیزی میخواین پیدا کنید میگید کجا بود من اینو دیدم؟ توی فیسبوک بود، سعید فرستاده بود، سعید کابوسی فرستاده بود، سعید خوب فرستاده بود، سعید ناجور فرستاده بود، یادتون نمیاد. ولی اینجوری اقلا صبح تا صبح مردم تیوی دات کام رو نگاه میکنید، بیشتر احتمالش این است که 50% بگید احتمالا اونجا دیدم. این کتاب گویای بیشعوری رو براتون میذارم، 5 ساعت تو ماشین میتونید گوش بدید، تو آفیس میتونید گوش بدید، با هدفون میتونید گوش بدید. به نظر من خیلی خوبه، حرفای خوبی میزنه. بعد میگه که ما برسیم به یه جایی که بگیم من بیشعورم، هممون پیشرفت میکنیم. من از اولیش، من بیشعورم. اوکی، 1 ماه پیش ایران کمک کرد برای خاموش کردن آتش سوزی گمرک افغانستان. خیلی ممنون. بله، اینا یه چیزایی که نمیتونید شما هی بگید این کشور دیگه خیلی بد شد. میدونم الان این دادش میره بالا، بذارید من اینو قطع کنم اصلا. همین نه دیگه، با دیوارم داره این کارو میکنه، این خیلی احمقانه شد. اجازه بدین ببینم وبکم. ببینید الان این مال ما روی 50 هرتز بود، 60 کردم 60 هرتز. الان ببینید این 50 هرتز مال برق آلمان و ایران و اینا هست، 60 هرتز همون سایکل این در صورت که دوربین نباید این کار انجام بده، باید یکم تنظیمات دوربین رو هم عوض کنم. خب حالا نشستیم دیگه، اینجا هستیم و به این صورت، احتیاج هم به اون نیست. مقدم این حرف ها را در اردیبهشت سال 57 گفت، هنوز شلوغی ها شروع نشده بود، ولی شاه گوش نکرد. آقا شاه نه این بار، دفعات قبلم گوش نداده. دفعات قبلم جبهه ملی نامه نوشته بوده، اون دکتر صدوقی بوده، صدیقی بوده، کی بوده. شاه یه آدم بی سواد، نادان، احمق، چی میگن، کوچک مغز، بزرگ ایگو. ایگو یعنی غرور الکی گندد میکنه. و آخرم دیدید چجوری ترکید،
حالا شما اینو بیا به شاه الله احمق بگو که آقا این چیزی که شما میگید نیست. مثلا سوربی الان نشون میده اون چیزی که هی تو رادیو تلویزیون ها میگن آقا زمان شاه چنین و چنان نبود، والا نبود، بلا نبود. بیا این یه نمونش نوشته که گداها، بچه گداها رو میریم جمع میکنیم در شهر. آدم اول اینو که میخونه میگه که مال الانه. نگاه کنید دوستان، پلیر 5. خب من این براتون میخونم. بله، نوشته عده‌ای بچه‌ها را کرایه میکنند و از آنها برای گدایی استفاده مینمایند. برای بچه‌های ولگرد باید فکری کرد. نمیدونم، نوشته گذرگاه ها کودکانی را میبینیم که گمان میکنند گدایی میکنند و از این موضوع رنج میبریم. مسئله این است که اغلب این کودکان پدر و مادر دارند. پدر و مادرها آنها را برای گدایی به گدایان حرفه‌ای کرایه میدهند. این عکس اصلیش تاریخ روزنامه رو هم داشت، متاسفانه باز من اشتباه کردم، عکسی که گذاشتم اینجا نداره. ولی اگه میخواین واقعا چیز کنین، برید فیلم گداهای تهران رو نگاه کنین که مال دوره شاهه و فکر کنم فردین و این لیلا فروهر رو اینا توش بازی کردن. دوستان عزیز، ساعت 3:22 است. من چندین عکس خیلی خوب داشتم به شما نشون بدم، ولی از اونا مهمتر آقای بهزاد معصومی، هفته قبلم در این باره صحبت کردم، اجازه بدین من وبسایت ایشون رو نشون بدم. با یک هنرمندم تماس گرفتم که اگر بشه این دوستمون که میخواد، بهزاد معصومی اجازه بدین، میخواد تابلوهاشو به من گفته یکی دو تا، ولی اینا وقتی تشویق بشن ممکنه بیشتر به اصطلاح این کار رو انجام بدن. اون دوست و هنرمندمون گفتم خب اگه شما بیان این ایام سال نو و اینها رو حتی به طرفداران خودتون در کنسرت ها و اینها، من امیدوار بودم که حتی برای این ایام سیزده بدر و اینها، اگر واقعا کسی بره سیزده بدر، آقای بهزاد معصومی دوستان کاراشون رو ببینید که با مدلای مختلف کار میکنن و توی مصاحبه هم دلیل اینکه با مدلها کار میکنن گفته که اینها هم زیبایی به اصطلاح خودشون رو میارن با اون هنرها، به اصطلاح بهتر و زیباتر میشن، و هم اینکه بالاخره این یه چیزیه که تو ذات بشر هست، بشر دنبال زیبایی میگرده. حتما از وبسایت، از فیسبوک آقای بهزاد معصومی دیدن کنید. من به ایشون پیشنهاد میکنم که ایشون دو تا فیسبوک داشته باشه، یکیش به نام بهزاد معصومی و با فارسی هم بنویسه. آقا کپی بزن مثل سوربی، دیدید نشته پارسا سوربی، هم فارسی هم انگلیسی. یکی هم بیزینستون که این عکس به این شیکی مال خودتونو توی صفحات خودتون بذارید و اون عکس بیزینس رو توی صفحات بیزینس. و من در برنامه قبلی گویا گفته بودم که ایشون خلبانه و در جنگ شرکت کرده و اینها، ایشون گفت که من در جنگ نبودم، ولی ماها چون خلبانهای هواپیماهای جنگی هستیم، حقیقتا ما هر روز آماده جنگیم، یعنی اگه نمیخواستیم بریم جنگ نمیرفتیم تو این لباس. در صورت اینم یه توضیح بود که نشان از خضوع ایشون بود و اینجا میگن down to earth، یعنی خاکی بودنشون. بله، مقدم اون حرفارم وقتی نهاوندی میگه یا آخر فروردین بود یا اول اردیبهشت بود، بالاخره یا ماه اول یا ماه دوم با ماه بهمن و ماه 11 اونم 22 بهمن خیلی تفاوت داره. شاه فرصت‌های زیادی داشت و میگه توی اون لیست 30 تا اسم بود، از اون پاکروان بوده، اشرف بوده، بچه اشرف بوده، اینا بوده. من حالا گفتم شاید مقدم توش حتی نوشته بوده فررم بده بره، ولی نه، مقدم گفته بود این نامه رو اول بده به فرع، بعدن بده به شاه. همیشه هم با احترام و اینها صحبت میکرده، ولی الان شاه اللهیا میگن این خائنه. البته شاه اللهیا و مجاهدین همه رو میگن خائن، فقط خودشون رو قبول دارن.
خودشون هم یه مش پیرپاتال خانه سالمندا. حقابه لزوم جریان داشتن یا جریان داشتن آب برای استفاده کردن آب در دوست حوزه رو دو حوزه با چشمه است که در طول دهها و صدها به وجود آمده و کشاورزی و آبادی رونق داشته. متاسفانه در ایران و کشورهای دیگه همیشه سر این ماجرای آب و کشاورزی و اینها دعوا میشد. بعضی وقتا میافتادن به جون همدیگر رو میکشتن. اصلا یک کسی به نام میراب اگه اشتباه نکنم یک کسی بوده که یعنی امیر آب بوده، یا حتی بعضی ها مأمور بودن که از این ساعت تا این ساعت آب بره این و بعد آب بره اون. و اگه نگاه کنید توی جوب و اینا که میرین یه جایی سنگ هست، گل هست، سنگ رو میذاره، گل میرزه روش، این چهار ساعت آب بره این بر و اینا. دوردست ایشون نوشته، دوردست استفاده کردن آب دوردست. اینا رو وقتی میخواین بفرستین یه نگاهی کنید قبل از اینکه اون دکمه سند رو بزنید. اگه خودتون اشتباه ها و غلط هاشو بگیرین خیلی بهتره. الان من اینجام که نشستم باز این تصویره خیلی خوب نیست، ازتون عذر میخوام اگر چشمای نازنینتون رو اذیت کرده. ولی بذارید ببینیم که باز برگردیم، شاید با این بهتر باشه. یکی دو دقیقه دیگه میریم سراغ آقای امیر حسین لادن و این مقاله‌ای که ایشون نوشته. دوستان در رابطه با اول فروردین، اپریل فول، یکی گفت چرا 12 فروردین با اول آپریل، ببخشید گفتم اول فروردین، یکی میشه. یکی دیگه نوشته بود برای که روز جمهوری اسلامی و روز دروغه، که خب اگه بخوام اونو با فارسی حساب کنیم روز دروغ میشه روز 13. ما ایرانی هم یه کمی مشنگی. دروغ 13، آها توی بلژیک دروغ 13 شون یا دروغ اپریل فولشون این بوده که یه کنسرت بزرگی یه جایی هست، بعد پلیس چون میفهمه میره، آقای همایون میبینی حتی برای کنسرت پلیس میره اونجا، مردمی که میاد هی پلیس بگه بابا اینجا کنسرت نیست، مجبور میشن حتی خیلی ها رو دستگیر کنن. و آقای همایون شما به مردم میگی برن زندان وکیل آباد با اون خانم رکسانا که حالا یه دفعه اسمش شده رخسان، بچه دکتر گنجی، با دوتای دیگه نقش بازی کنید، بگید که من مثلا پلیسم، تو مثلا میای اینجا، من مثلا تو رو میگیرم، تو چه جوابی داری؟ این تئاتر رو بازی کنید. شاید تئاتر رو که بازی کنید از خودتون خجالت بکشید، دیگه همچین فراخوانای احمقانه ای ندید. بهروز وثوقی چرا ایران نمیره؟ برای که در ایران متهم به قتل است. تا حالا میدونستید؟ اگه نمیدونید برید بنویسید با فارسی، بنویسید بهروز وثوقی در ایران متهم به قتل است، اون لینکش میاد. و اما رئیس بانک مرکزی ایران گفته برای جبران کسری بودجه پول چاپ کردیم. این ماجرای پول چاپ کردن همین ماجرایی که تو آمریکا الان این پولایی که میدن 1400 600 3000 دلار برای بچه، ماهی 300 دلار برای بچه، ماهی 400 دلار نمیدونم فود استمپ و اینها، خیلی ها نگرانن که این پولایی رو که آمریکا داره اینجوری چاپ میکنه میده دست مردم، فردا بکفایر به ایرانی چی میگیم، عکس العمل یا رکشه یا ترکشه نمیدونم، در هر صورت نابابی داره. قیمت خونه ها به اصطلاح پایین اومده، دولت هی سعی میکنه نگه داره، کار کم شده، دولت سعی میکنه خبرهای خوب بده، میگه ببینید هر جا میرید نوشته ما الان استخدام میکنیم. دلیلش اینه که یه عده پول گرفتن سر کار نمیرن، نه دلیلش اینه که کار زیاد شده. در هر صورت دوستان عزیز برنامه ما روز 13 به در این بود، ولی برنامه حالا بهتر میشه با حضور آقای امیر حسین لادن که درباره دونالد ترامپ و شی جین پینگ چگونه جهان را دو قطبی کردند. ببرم شما را با آقای هستن، ایشون خیلی هم هندسام و تصویرشون هم خیلی بهتر از من هست اینجا. فقط اجازه بدیم من اینو بیارم اینجا یک لحظه. اینجا
دوستان عزیز، آقای لادن رو ما امسال نداشتیم در سال 1400. شایدم از ایشون سوال کنم که آقا به نظر شما 1400 اولین سال قرن 14 به اصطلاح، من فکر کنم آخرین سال قرن 13 هم هست و 1401، ولی خیلی ها به اشتباه تو رادیو تلویزیون های مختلف شنیدم. شما نظرتون چیه؟ اول از سال نو رو بهتون تبریک میگم و سیزده بدر رو تبریک میگم. خیلی خوشحالم که شما هم لطف کردید هم به خودتون هم به دیگران و نرفتید به اصطلاح سیزده بدر، و امیدوارم که امسال سال بهتری باشه. میدونم که شما واکسن زدید، خود من هم واکسن زدم و یادم اون دفعه گفتید اثرات واکسن رو شما یک کمی اثر کرده اگر، ولی ما چیزی متوجه نشدیم. در صورت بازم بهتون تبریک میگم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بهترین آرزویی که الان ما متوجه شدیم برای هر کسی میشه کرد سلامتی است. آقای لادن خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، بفرمایید با شما هستیم. سپاسگزارم. درود بر شما، منم شاد باشه نوروزی رو به شما و بینندگان و همیهنان رو میگم. در رابطه با کرونا و واکسن به نظر میاد که امسال بتونیم بر کرونا پیروز بشیم و زندگی معمولی و نرمال انسان‌ها برگرده. من آمادم هر موقع شما بفهمید. خیلی ممنونم از شما، ولی اونایی که میگن ما نمیزنیم معمولا هم طرفداران دونالد ترامپ هستن، اونا چی؟ اونا شما فکر کنین اگه اونها هم نزنن همین تعدادی که میزنیم انقدر هست که به اصطلاح اونها رو هم کاور کنه و از شر کرونا چیز بشیم؟ یا باید تبلیغات، شنیدم 10 میلیون دلار دولت بایدن گذاشته برای تبلیغ که تبلیغ کنه مردم بیان واکسن بزنن. ببینین اگر امکان داشت که سناریو رو آدم طوری بنویسه، البته نباید اینو بیان کرد که اون کسانی که میگن این حقیقی نیست و اینا، اونا مبتلا بشن، ولی متاسفانه اینطوری نیست و اونا میتونن دیگران رو مبتلا کنن. همینطور که یه آدمی که مست میکنه میشینه پشت ماشین، معمولا دیگران رو میکشه و مجروح میکنه، خودش چیزی نمیشه. من بر این باورم که همون داستان میتونین اسب رو ببرین لب آب ولی نمیتونین مجبورش کنین بنوشه، اینه که این کسانی که اینطوری فکر میکنن در این توهم هستن، واقعا کاری نمیشه کرد. ما باید خودمون تا اونجا که میتونیم خودمون رو محافظت کنیم. بسیار ممنونم، امیدوارم تعدادشون کم بشه و با زدن واکسن تعداد اونایی که واکسن زدن زیادتر بشه. البته یه نفر میگه اگر دولت شروع کنه اینها رو بخواد که برای وارد شدن اینجا باید اینو داشته باشی، مثل رانندگی باید پاسپورت داشته باشی برای واکسن، ممکنه اونها هم مجبور بشن بیان. و اما ضمن تشکر از شما بریم سراغ مقاله‌ای که شما نوشتید که من دو سه تا سوال بیشتر از این سوالای خودم برام هست، اونا رو بعدن باز ازتون میپرسم. شما دونالد ترامپ و شی جین پینگ چگونه جهان را دو قطبی کردن، این تایتل مقالتون هست. شما توی این مقاله مینویسید که با ورود ترامپ و تندروهای دست راستی آمریکا به کاخ سفید، جبهه بندی جدیدی که بین دموکراسی های غربی و مخالفان در حال شکل گیری بود به شدت سرعت یافت. بنابراین شما باور دارید که جبهه بندی از پیش از ترامپ وجود داشته. حالا سوال من از شما اینه که این جبهه بندی چی بوده، ترامپ چگونه اون رو سرعت بخشید؟ حتما پرسش بسیار خوبیه، فکر کنم برای خیلی مطرح باشه. ببینین هممون با جهان کمونیست و جهان سرمایه‌داری آشنایی داریم و میدونیم که باعث دو دستگی و رقابت و خصومت شد و چندین کشور در این درگیری ها با جنگ و خونریزی و کودتا روبرو شدن. لیستشون طولانیه ولی حداقل چند تاشون اگه بخوایم
نمونه بدیم، مثل یوگسلاوی، مثل یونان، مثل ایران، گواتمالا، مصر، اندونزی، کمبودیه، شیلی، واقعا لیست ادامه داره و کشورهایی که در این رابطه مورد جنگ و کودتا و مسائل دیگه ای واقع شدن. در رأس این دوتا جبهه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا بودن که کشورهای بلوک کمونیست و سرمایه‌داری رو به دنبال خودشون میکشیدن. البته آمریکا و غرب اسمش رو گذاشته بودن جهان آزاد و جهان کمونیست. به هر حال انتخاب گورباچوف به مقام رهبری شوروی تو 1985 شروع دگرگونی سیستم کمونیستی بود و نابودیش در اتحاد جماهیر شوروی. آقای گورباچوف سیاست داخلیش بر اساس دو تا مطلب بود. یکیش بود گلاسنوست، یکیش بود پروسترویکا. گلاسنوست یا گوشودگی که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای رو فراهم آورد، پروسترویکا تجدید ساختار بود که اقتصاد غیر متمرکز رو برای بهبود کارایی پیاده کرد. سیاست خارجی گورباچوف هم باز دو تا بخش داشت: محدود کردن تسلیحات هسته‌ای و پایان دادن به جنگ سرد. جامعه مداربسته کمونیستی و محدودیت‌های زندگی در شوروی توان تحمل آزادی و عدم تمرکز که نتیجه گلاسنوست و پروسترویکا بود رو نداشت و از هم گسیخته شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میتونست به معنای ناکامی کمونیست باشه، ولی چین تصمیم میگیره که ناکامی کمونیست نبود، بلکه شکست روش شوروی بود. و خیلی جالب اینجا میاد عمل میکنه، میاد با بهره‌گیری از تجربه شکست اونا یک مشغول برنامه‌ریزی دراز مدت میشه و کمیته مرکزی حکومت چین که ریش سفیدای کشور هستن، مثل من، البته من ریش سفید کشور نیستم، من ریش سفید خودم، بر بی سر و صدا و بدون شعار و رجزخونی کار رو آغاز میکنن و این پروسه رو طی سه حکومت سه تا از رهبرهای چین ادامه میدن. نخست بین این سه تا رهبر چیانگ زمین بود که تمرکزش روی اوضاع مالی مردم و بازار و اقتصاد بود. پس از اون هو چین تاو کار رو ادامه میده و هدف بعدی رو که بهبود اوضاع مالی و برابری اجتماعی در جامعه بوده رو دنبال میکنه، در ضمنی که سرمایه گذاری صلح‌آمیز در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا رو به وجود میاره، برنامه های عمرانی و بهداشتی. تو سازمان ملل هم خودش رو پشتیبان حقوق کشورهای در حال توسعه معرفی میکنه. در این بین یه اتفاق جالبی هم میفته، یه گروه نماینده های آمریکایی به دیپلمات های چینی اعتراض میکنن که شما راجب پشتیبانی بیچون و چرای چین از پاکستان، اینا اعتراض میکنن. ببین دیپلمات های چینی با لحن کنایه آمیز به آمریکایی‌ها میگن پاکستان اسرائیل ما میباشد. خب ببینید این گفتار قدرت و اعتماد به نفس چینی ها رو به نمایش میذاره. گفتیم سه تا رهبر بود، سومیش شی چین پینگ رئیس جمهور کنونی چینه که در ضمن ادامه اون برنامه هایی که برای کشورش وجود داشت میاد گام های تکمیلی رو برمیداره. سه تا از اون گام ها عبارتن از آموزش و پرورش ملت برای زمین سازی، سرمایه گذاری روی صنایع و تکنولوژی، و سومیش ساختن ارتشی مجهز به تمام نوآوری های تکنولوژی و تسلیحات فضایی. این گام ها
چین رو برای رقابت بین المللی قرن 21 آماده میکنه. میرسن به جایی که 2 سال پیش در یک دیدار 2 روزه بین المللی در بیجینگ پایتخت چین، آقای شی جین پینگ اعلام میکنه که در 70 کشور 1 تریلیون دلار روی پروژه های ساختاری مانند جاده و راهن و آب و برق و تحت عنوان اینتو گیومز کمر پروژه کمربند و جامعه جاده سرمایه گذاری میکنه. میرسیم به بخش دوم پرسشتون، نقش ترامپ در سرعت بخشیدن به این جبهه بندی. تفاوت شی جین پینگ با دونالد ترامپ تفاوت شعور با شعاره. بیان این موضوع بیان یک حقیقته، برای اینکه من طرفدار شی جین پینگ و یا مخالف ترامپ نیستم، طرفدار حقیقت هستم. ترامپ از زمانی که خودش رو کاندید رئیس جمهوری آمریکا کرد تا روزی که با شکست و بی‌آبرویی کاخ سفید رو ترک کرد، مشغول شعار دادن و رجزخوانی بود. نه تنها هیچ گامی برای ملت آمریکا برنداشت، بلکه بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و خودمحوریش صدها هزار آمریکایی رو آسیب پذیر کرد. ببینین دکتر دبورا برکس که رئیس اون هیئت مبارزه با کرونا در کاخ سفید بود، هفته پیش در یک مصاحبه راجع به ترامپ چی میگه. این شخص 1 سال توی کاخ سفید با ترامپ کار کرد. میگه ترامپ در رابطه با ویروس کرونا باعث مرگ قابل پیشگیری نزدیک به 400 هزار آمریکایی است. و اما سیاست داخلی ترامپ دموکراسی در آمریکا رو که 250 سال پیشینه تاریخی داره به مرز نابودی میکشونه. چون همه چیز ترامپ بر اساس دروغگویی، مسائل ساختگی و خودشیفتگی جنون آمیزش بود. هر جمله‌ای که میگفت یه جوری باید مثل یه گوریل مشتاشو میزد به سینه و منم منم میکرد. شکاف بسیار عمیقی بین ملت آمریکا به وجود آورده که به آسونی قابل تغییر و ترمیم نخواهد بود. سپاسگزارم. ممنونم از شما. البته راجع به این دکتری که شما میگید، این خانم دکتره معروف با اون شالایی که میبنده، درست به نظر من فرقی نداره بین این دکتره با اون پلیس آفیسرایی که تو مینیاپولیس وایستادن، اون آفیسره اون آقا رو کشته. اینو یه وقت اگه خواستید بعد صحبت کنیم. حتی من میگم دکتر فاوچی هم کوتاهی کرد و اجازه بدین چون این برنامه رو گذاشتیم برای این مقاله فعلا درباره اونها صحبت نکنیم. شما توی این مقاله می نویسید و ادامه می دید که خوشبختانه اکثریت بزرگی از مردم آمریکا با انتخاب جو بایدن و حزب دموکرات به دروغگویی، تئوری توطئه و خودکامگی ترامپ پاسخ منفی دادن. حالا سوال این هست که حالا که ترامپ از صحنه خارج شده، این جبهه بندی به کدام سو میره، به کدام طرف میره؟ سوال بسیار درست و خوبیه. ببینین همونطور که گفتین، ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری شکست خورد، ولی 4 سال مطلق گرایی و سیاست یه بعدی خسارات شدیدی به اعتبار و وجه بین المللی دموکراسی و آمریکا زده. یعنی میدونین که چه درست چه نادرست، سالها آمریکا سمبل دموکراسی بوده و کعبه که مردمی که میخواستن نجات پیدا کنن میمدن به آمریکا. اعتبار دموکراسی، قانونمندی و حقوق شهروندی در صحنه سیاست جهانی خدشه‌دار شده، آسیب پذیر و متزلزل. از این رو
حرکت دو قطبی شدن جهان رو تقویت کرده و پایدار ساخته. در اینجا میرسیم به نقش شی جین پینگ. هفته پیش وزیران امور خارجه چین و آمریکا در آلاسکا یه ملاقات ناموفقی دارن. درست روز بعدش وزیر امور خارجه چین با همتای روسیش یه اعلامیه مشترک میدن و تحریم‌های آمریکا در رابطه با چین و روسیه رو محکوم میکنن و اون رو دخالت در سیاست داخلی کشورشون میخونن. پس از آن وزیر امور خارجه چین برای امضای یک قرارداد عظیم میره به ایران، قراردادی که حضور چین در خلیج فارس رو پایدار میکنه مورد تایید و امضا قرار میگیره. بلا فاصله وزیر خارجه چین میره با عربستان و ترکیه که از متحدان آمریکا هستن مشغول دیدار میکنه و مشغول گفتگو میشه برای قرارداد. خود شی جین پینگ رهبر چین در همین زمان با رئیس جمهور کلمبیا تماس میگیره برای گفتگو و پیشنهاد همکاری و با رئیس جمهور کره شمالی، به رهبر کره شمالی که تازگی دوتا موشک آزمایش کرده، قول میده که ازشون پشتیبانی کنه. این در چنین حالتی یعنی چی؟ یعنی چین داره به آمریکا دهنکجی میکنه. همونجوری که آشکار میبینیم جهان داره به سوی دو قطبی شدن میره و چین قصد داره که جبهه مقابل با آمریکا رو راهبری و هدایت کنه. بعد نیست یه نگاهی بکنیم به این قرارداد 25 ساله چین با جمهوری اسلامی. این یه گام تکمیلیه در این پروژه کمربند و جاده. قرارداد 400 میلیارد دلاری چین با رژیم اسلامی جهت تأمین نیازهای نفت و گاز چین با یک تخفیف مناسب برای 25 ساله. یعنی خیال چین راحت باشه که سوخت داره. ولی این قرارداد تنها در مورد نفت و گاز نیست. برای مثال ایجاد اینا از توی خود قرارداده، ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران، پتروشیمی، انرژی های تجدید پذیر، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، انتقال منابع انرژی شامل نفت و گاز از غرب به شرق ایران، تأمین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین پاکستان، همکاری نظامی دفاعی و امنیتی، توسعه سواحل مکران، همکاری سیاسی، تقویت همکاری‌ها در مجامع، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی. ببینید آنچه در مورد قرارداد بین چین و رژیم فاش شده و ارائه شده بخش کوچیکیه از کل قرارداد، در ضمنی که بیشتر مفاد قرارداد نه تنها برای مردم، برای عام، بلکه حتی برای بخش بزرگی از دستاندرکانان رژیم و نماینده های مجلس هنوز منتشر و فاش نشده. در این رابطه که به دولت اعتراض شده، توجه کنین به عذر بدتر از گناه سخنگوی دولت علی ربیعی که میگه این در گیوم است: ما هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار کامل سند همکاری با چین نداریم، اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد. این پایان گیوم است. ببینین جالب اینجاست که جوهر امضای این قرارداد هنوز خوش نشده بود که وزیر خارجه چین برای گفتگو با دشمنای ایران، عربستان و امارات میره به اون کشورها و مشغول گفتگو و بحث میشه که چجوری با اونا قرارداد ببنده. بخشی از پرسشتون راجع به سمت و سوی جبهه بندی بود. هدف چین از پروژه جاده و کمربند و این بخشش که با ایران ربط داره، بجز دسترسی به نفت و گاز کشورهای منطقه، حضور و نفوذ هرچه بیشتر در خلیج فارس و اقیانوس هنده.
تصور نمی کنم شک و تردیدی وجود داشته باشه که بیش از 60 ساله که آمریکا یک کتاز خلیج فارسه و خلیج فارس رو به آسونی تسلیم نمی کنه و نخواهد کرد. ولی آنچه که ما ایرانی ها باید در مورد این قرارداد بدونیم، غیر از اون مسائلی که با هم الان صحبت کردیم، اینه که هر حرکتی که مورد نظر و تایید رژیم فقاهتی باشه تنها در جهت بقای نظام، یعنی مغایر با منافع ایران و ایرانیه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. شما اینجوری که صحبت میکنید و توی اون نوشته هم به اصطلاح نوشتید، هر حرکتی که مورد نظر و تایید این رژیم فقاهتی باشه تنها در جهت بقای نظام، یعنی مغایر با منافع ایران و ایرانیست. سوال آخر من از شما اینه که چرا این قرارداد را مغایر با منافع ایران میدونید شما؟ به قول معروف به این جور پرسش میگن سافت بال. این دفعه شما دارین یه پرسش آسون از من میکنین، ولی میخوام جمله‌ای که الان گفتین تکرار کنم، چون به نظر من این یه واقعیتیه که باید ما همه حذفش کنیم. هر حرکتی که مورد نظر و تایید رژیم فقاهتی باشه تنها در جهت بقای نظام و مغایر با منافع ایران و ایرانی. اما دلایل بعدیشون، یه سال پیش زمانی که برای اولین بار برخی از مفاد این قرارداد افشا شد، مقاله‌ای منتشر کردم و توی یکی از برنامه‌ها با هم در موردش گفتگو کردیم. میخوام چند خط از اون نوشته رو بخونم چون میتونه روشنگر باشه. به طور کلی قرارداد و پیمان در صورتی مناسب و مفید و عادلانه است که کاملا دو طرفه باشه، یعنی هر دو طرف قرارداد در حدی برابر و متعادل بهره‌مند بشن، سر کسی کلا نره. صورتی امکان پذیره که یه طرف قرارداد از روی نیاز و احتیاج و اجبار قرارداد نبنده. میدونیم که من، یعنی شخصا باورم اینه که اصل مشکل همینه. جمهوری اسلامی نیازمند و محتاجه برای گریز از انزوای بین المللی و فرار از درماندگی رژیمی که توی گل گیر کرده و مجبور به هر دری بزنه. در صورتی که چین اون طرف قرارداد یه دونه ابرقدرته با ارتشی مجهز به تکنولوژی قرن 21، حضور گسترده در سراسر جهان، حتی دومین قدرت فضاییه، همراه با نیروی کار آموزش دیده و منظم چند صد میلیونی. چین با ارائه تریلیون ها دلار کالا به بازار تبدیل شده به یکی از دو ثروتمندترین کشورهای روی زمین. پس بنابراین این قرارداد، یعنی قرارداد چین با جمهوری اسلامی، قرارداد بین فیل و فنجونه. اما هدف رژیم آخوندی از زیر بار این قرارداد یک طرف رفتن، غیر از نجات از بنبست اقتصادی و انزوای سیاسی، من فکر کنم این مهمه که بهش توجه بشه، میخوان، یعنی دادن امید واهی به مردمه که مثل داریم میگه بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. میخوان به این امید که شاید بار دیگر بتونن مردم رو بکشن پای صندوق رای. چیزی که اینجا مهمه، این رای گیری این بار که در ماه خرداده، از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، برای اینکه رأی‌گیری امسال رابطه مستقیم داره با تعیین جانشینی رهبر. در رابطه با رأی‌گیری ریاست جمهوری
یه موضوع رو باید مد نظر داشته باشیم. علی خامنه‌ای 82 سالش از سنش میگذره و میدونه که یه پاش لب گوره، بنابراین مدتیه که مشغول زمین سازی مورد نیاز برای انتخاب جانشین مورد نظرشه. دو گام نخست این زمین سازی رو برداشتن، یکیش قروق مجلس شورای اسلامی به وسیله نمایندگان اصولگرای مطیع خامنه‌ایه، دومیش انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضایی بود که یه دهنکجی بود به اصلاح طلبا و رای دهنده ها. گام مورد نیاز بعدی اینجا نقش اساسی داره برای زمین سازی و اون انتخاب رئیس جمهوریه که همراه و مطیع باشه، یعنی مطیع رهبر، که هم توی زمان انتخاب جانشین رهبر وظیفش رو به خوبی انجام بده و هم سپاه پاسداران رو به همراه داشته باشه. چه کسانی کاندید خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای هستن؟ سرتیپ پاسدار حسین دهقان، سعید محمد، عزت الله زرقامی، علی لاریجانی و دیگر سردارانی که طی دو سه دهه گذشته دستبوس و مطیع بوده باشند. پاسخ به پرسش چه کسی میتواند بهترین کاندید باشه با کمال تأسف صف اشخاص جاه طلب و خودمحور، خود بزرگبین و اهل بخیه که حاضرن برای مقام و ثروت تن به هر خفتی بدن بسیار طولانی و هیچ کمبودی وجود نداره. دو هفته پیش توی مقاله رئیس جمهور چماقدار در مورد علم کردن یک سپاهی برای مقام ریاست جمهوری هشدار دادن. نوشته امروز اعلام خطریه در مورد انتخابات این دوره که نباید و نمیشه اون رو سرسری یا دست کم گرفت، زیرا تنها انتخاب یک رئیس جمهور نیست، بلکه همونطور که گفتم ربط مستقیم داره با ادامه حیات منحوس رژیم فقاهتی. در حال حاضر رژیم زیر ذره‌بین جهانی قرار داره. شرکت نکردن در انتخابات عدم مشروعیت رژیم رو به نمایش میذاره و آخوندها رو بی‌آبروتر و آسیب پذیرتر میکنه. این موقعیت بسیار خطیره و میتونه یه فرصت طلایی باشه که مردم تکلیف خودشون رو با رژیم یکسره کنن. یه موضوع مهم دیگه اینجا وجود داره که من اسمش رو گذاشتم بازی شطرنج قدرت. تلاش رژیم برای بازگشت به برجام در این راستاست. رژیم به شدت نگرانه که این بار امکان داره مردم در رأی‌گیری شرکت نکنن. از این رو برای امید دادن به مردم که با بازگشت آمریکا و رفع تحریم‌ها اوضاع مالی و زندگیشون بهتر میشه، مشغول تلاشه تا بتونه اونها رو بار دیگه به پای صندوق رأی بکشونه. این هفته نمایندگان رژیم، منظورم همین هفته که امروز جمعه شه، نمایندگان رژیم پنهانی با آمریکا در فرانکفورت مذاکره داشتن. امروز مذاکره بعدی بوده در وین که پس از مذاکره اومدن بیرون و اظهار امیدواری کردن. من اشاره کردم به شطرنج قدرت. بعضی از حرکت ها، میدونی که در شطرنج شما حرکت میکنین بعد رقیب حرکت میکنه، بعضی از این حرکت های مهم چین سه تاشو میخوام با هم مرور کنیم. اولیش از پیشرفت جهانی چین، جبهه چین، یعنی بدون برو برگرد در بخش عظیمی از جهان حضور و نفوذ داره. دومیش امضای قرارداد 400 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامیه. سومیش آغاز گفتگوی چین
با عربستان و ترکیه که دو تا از متفقان آمریکا هست. الان نوبت آمریکاست که حرکت بعدی رو بکنه در این بازی قدرت که مات نشه. جمهوری اسلامی هم برای انجام قرارداد با چین به بازگشت آمریکا به برجام نیاز داره. ببخشید. مطلبی رو که در پایان دیدار پیش بیان کردم یک بار دیگر باید تکرار کنم. طی 40 سال گذشته به انواع اعتراضات دست زدیم بجز نگفتن به رأی گیری. اندیشکده آگاهی و شناخت به همه هممیهنانمون پیشنهاد میکنه که راهی ساده تر و بی خطرتر از شرکت نکردن در این خیمه شب‌بازی وجود نداره برای رهایی خودمون و نجات میهنمون. در این رأی‌گیری شرکت نمی‌کنیم. سپاسگزارم. ممنونم از شما. شما گفتید که سافت بال، ما گفتیم 13 بدره. خیلی به شما اذیت نکنیم. ولی آقای بها ابهری از کالیفرنیا اعتراض دارن به گفته های شما و نوشتن که آقای لادن کلیگویی میکنن. کسی که منابع خبری محدود خودش را داشته باشد دیدگاهش مرتبا کوچکتر میشود. از دیدگاه شما جمهوری اسلامی در گل گیر کرده. اگر چند تا منبع متفاوت میداشتید این حرف را نمیزدید. ایران با رادار، موشک، زیردریایی و پهباد ایرانی و متحدانی چون حزب الله، کتائب عراق، اسد در سوریه، حماس در غزه و به خصوص انصار الله یمن در حال پیروزی بر عربستان است، اصلا خودش را در گل گیر کرده نمی بیند. شما در فلوریدا اینطوری فکر می کنید جناب لادن؟ اگر یه لینک هم برای شما فرستادن که از چیز هست، دنا تیوی و آژانس خبری ایران. البته من وقتی داشتم اینو میخوندم یه لبخند ملیح زدم، چون این اسامی رو که این آقا نوشتن اگه کسی یارانش اینا باشه که خیلی وضعش خرابه. در صورت ممنونم. شما نظرتون در این مورد چیه؟ ایشون مسلماً طرفدار رژیم هستن و هیچ اشکالی نداره. ما همه آزادیم، هر نوعی که درمون میخواد بیاندیشیم و در چارچوب دید و برداشتمون به مسائل نگاه کنیم. این حق برای همه هست و من حتی حاضرم اون از اون نوشته یا گفته یه نفر که قبلا سالها اینو پیش اینو گفته بجنگم که این حق برای همه وجود داشته باشه و برای همه نمیخوام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنم. بسیار ممنونم. شما تو صحبتاتون به خانم دکتر برکس اشاره کردین. من نمیدونم آیا شما هم همین احساس رو داشتید موقعی که ترامپ توی کاخ سفید بود و میومد اون مزخرفات رو میگفت و این خانم با مدل‌های جدید هر روز میومد. بله، در قیافش معلوم بود که ناراحت هست. حتی موقعی که راجب این که با مواد نظافت به اصطلاح داخل بدن رو تمیز کنن و اینها صحبت میکرد، اون خانمه حتی حرکات لب زیر صندلی، بله، حرکات بدنش گویای این بود. ولی آیا باور ندارید که میشه این خانم رو مقایسه کنیم با 4 تا پلیسی که اونجا وایساده بودن وقتی که، و ترامپ رو مقایسه کنیم با اون آقای افسر پلیسی که زانوش رو گذاشته بود روی گردن اون بیچاره؟ ضمناً شما توی صحبتاتون دو قطبی رو من دیدم، اشاره کردید به گورباچوف و روسیه و اینها، ولی صحبتی از روسیه به عنوان یک قطب نیست. آیا روسیه و چین رو یک قطب میدونید یا سه قطب شده؟ یکم راجع به روسیه، نقش اون تو این ماجرا صحبت کنید و نظرتون راجع به دکتر فاوچی و دکتر برکس در رابطه. و دقیقاً شما درست میگید، ایشون گفت که ما باید 100,000 تا کشته داشته باشیم، نه بیش از 500,000. یعنی بیش از 450,000 تاشو انداخت گردن ترامپ. امیدوارم یه قانونی بتونن اینا پیدا کنن تا ترامپ رو از این بابت دادگاهی کنن. بفرمایید. من نخست پلیسایی که
شاهد بودن و مقایسه نمی کنم با برکس. الان میخوام بهش اشاره کنم. پلیسایی که شاهد بودن واقعا شریک جرمن، شکی نبرد، چون وقتی میبینن یارو دیگه تکون نمیخوره باید یارو رو بکشنش کنار، حتی اگه یارو خوشش نمیاد. ولی خانم برکس و آقای فاچی، اولا که دکتر فاچی شما فراموش نکنید، ما باید خودمونو بذاریم در اون موقعیت. یه آدم معمولی در مقابل رئیس جمهور چیزی نیست و قدرتی نداره. همون داستان فیل و فنجونه و باید یه چیزی ملاحظه بکنی یه چیزایی رو. ولی فاچی حرفاشو زد و یه روز من درست یادمه که یه چیزی ترامپ گفت، اون رفت پای چیز میکروفون درست برعکس شد و بالاخره هم گذاشتنش کنار و اونم هیچ مشکلی با این موضوع نداشت. این خانم یه خود گناهش بیشتره. ولی بذار نگاه کنیم به منطق مسئله. یک شخصی مثل ایشون وقتی یک چنین مقامی، یک چنین موقعیتی بهش میدن، یه خود محافظه کار میشه. ولی از دید من به صورت یک انسان حقش بود که خیلی زودتر از اینها معترضانه استعفا میداد. من یه مثالی رو برای دوستان در اندیشکده و حتی تو نوشته هام آوردم راجع به مهندس بازرگان. اگه خاطرتون باشه خمینی گفتش که در یک دیدار سه نفره، خمینی و رفسنجانی و بازرگان جلوی دوربین، خمینی گفت بر اساس میلیون ها انسان که اومدن تو خیابون و شعار دادن و منو مأمور کردن، من شما رو به نخست وزیری منتسب میکنم و شما برین زمینه رو آماده کنین که بتونین مجلس مؤسسان رو برای نوشتن قانون اساسی تشکیل بدین. و بازرگان میره دنبال مسائل و موقعی که آماده میشه چند ماه بعد برمیگرده میگه اومدم که بگم ما آماده ایم برای مجلس مؤسسان. خمینی میگه نه، من مجلس مؤسسان نمیخوام، مجلس خبرگان یا خبرگان میخوام. این خیلی ناراحت میشه، اعتراض میکنه ولی میسازه، سازش میکنه. در صورتی که خودش یک کتاب نوشته برخلاف سازشکاری. من در این مورد میگم بازرگان اگر همون موقع میرفت توی پشت رادیو تلویزیون ملی میگفت داستانو میگفت اینطوری شده و به من میگن ما مجلس مؤسسان نمیخوان، من در اعتراض به این موضوع استعفا میدم. ببینین اگر بازرگان این کارو میکرد میشد یه قهرمان ملی، شاید یک راهی به وجود میمد، شاید هم نمیمد، شاید میگهدن مینداختن زندان یا شاید مثل همونجوری که طالقانی رو کشتن اونم میکشتن. ولی اینم همونه، یه چیزهایی رو باید نگاه کنیم که چه کانسیکونسی میتونه داشته باشه. شما غیر از فاوچی و برکس یه چیز دیگر هم پیش کشیدین الان تو ذهنم نیست، راجع به روسیه و چرا اون جزء یکی از قطب ها نیست یا با کدومشون؟ چرا ببینین، ولی روسیه دیگه اون روسیه نیست، روسیه اتحاد جماهیر شوروی نیست، روسیه یه قدرته ولی قطب نیست، مثل چین و آمریکا نیست، در یه سطح پایین تریه ولی دست کم نمیشه گرفت، یه بازیگره. و اتفاقا الان همونجور که میدونین آخونده دارن با پوتین لاس میزنن برای اینکه یه قراردادی هم با پوتین ببندن. ولی من روسیه رو قطب نمیدونم، من هنوز دنیا رو دو جبهه‌ای میبینم، ولی این نظر من، فکر کنم هر کسی میتونه نظرهای دیگه داشته باشه.
بسیار ممنونم. در رابطه با دکتر برکس و دکتر فاوچی، چون اینها توسط ترامپ استخدام نشده بودن و بارها هم گفتن که ترامپ نمیتونه اینا رو فایر کنه و اگه میتونست همون با وجودی که اینا هیچی هم نگفته بودن فایرشون میکرد چون همراهش نبودن. ولی شما یه نکته ای رو خیلی قشنگ گفتید، اینه که ما داریم از لحاظ انسانیت میگیم اینا باید این کار رو میکردن اون کار رو میکردن، در صورتی که بعضی از مقام ها وقتی مقام بالا هست، مخصوصا اون حالات به اصطلاح کانسرواتیو یا محافظه کار بودن رو با خودش میاره. خیلی ممنونم از اینکه سیزده بدرتون رو با ما بدر کردید و امیدوارم که در برنامه های آینده باز هم شما رو داشته باشیم بیشتر و بیشتر و دوستان هم بتونن نظرات خودشون رو بگن. در این برنامه راه های تماس با شما و اندیشکده رو نشون دادم، باز هم در به صلاح موقعی که با هم خداحافظی میکنیم نشون میدم. من برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنونم از تمام لطفی که به تلویزیون مردم، به من و بیننده های ما دارید. سپاسگزارم. منم برای همیهنانمون آرزوی آزادی و نون دارم. آها، اینجا شما گفتید آزادی و نون. آقای صادق زیبا کلام نوشته آزادی بینون. اینم یه بحثیه که بعداً میخوام با شما صحبت کنم. من فکر کنم سال 1400 باید بیشتر از هفته‌ای ربع ساعت با شما باشیم. شما دو هفته نیم ساعت که میای میشه هفته‌ای ربع ساعت، یعنی روزی دو دقیقه. یه کمی به ما اجحاف کردین. خیلی ممنون. و تا نوشته اونو خوندم یادم به شما افتاد که شما همیشه آزادی و نان رو با هم همراه میکنید. آقای لادن خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. البته این آزادی و نون من اختراع نکردم، من اینو از دیگران گرفتم. بله، نه من میگم استفاده میکنید معمولا. مرسی که با ما بودید. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم از اندیشکده آگاهی و شناخت و این اینفورمیشنی که الان به شما نشون میدم راه های تماس برقرار کردن، مخصوصا از طریق واتساپ، حتی از ایران واتساپ هست، وبسایتشون هست اندیشه.net، بعد ایمیل هست اندیشکده@outlook.com و دیگه ما هر چی که به اصطلاح لازم بوده به شما گفتیم. اگر سوالی نظری دارید حتما خودتون تماس بگیرید. خیلی ممنون که با ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خب دوستان عزیز، من به شما گفتم که از آقای مسعود خواستم که با ما تماس بگیره. ایشون لطف کرده چند بار تماس گرفته و پیام‌های کوتاهی گذاشتن. من گفتم برای که تیکه تیکه نباشه اجازه بدین من باهاشون تماس بگیرم و ببخشید آقای حسن ارشاد اگه برنامه‌اش یکم دیر میشه، چون سیزده بدره اب نداره ما یه چند دقیقه دیرتر برنامه شما رو پخش کنیم. آقای مسعود از کانادا کال و امیدوارم که صدا خوب باشه و بتونیم. این اشکال همینه، من نمیخوام با این تلفن صحبت کنم برای که اسپیکر چندان خوبی. خیلی ممنون. من سال نو رو روی تلویزیونم به شما تبریک میگم، سیزده بدر رو هم تبریک میگم. من از شما خواسته بودم که با اون شماره 202 پیام بذارید ولی شما میخواین به اصطلاح صحبت کنید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید، با شما هستیم آقای مسعود خان. خیلی ممنون جناب سازی، مرسی از دعوتتون. آگاهی هایی که از تلویزیونتون به مردم پخش میکنید. از این بابت من به سر خودم تشکر میکنم. آقای سازی، من دو تا مسئله رو میخوام خیلی مختصر و کوتاه بگم و این خیلی مهمه برای شنونده ها و بیننده های شما که جدیدن. قدیمی ها فکر کنم با این مسئله کمتر متوجه شدن و اون یکیش راجعه داره، یه مسئله همین قرارداد چینه که این در نسبت دوم صحبت میکنم، ولی یه چیزی قبل از اون رو واضح میدونم بگم و اون این که در این 30-40 سال اخیر من دیدم که یه مدت زیادی مد کرده بودن که هرکی تو زندانه یعنی این دیگه خیلی فعاله، این یعنی خیلی دیگه سیاسیه، یعنی خیلی مبارزه. من همیشه با این مسئله مشکل داشتم. زندان رفتن و زندان افتادن به خودی خود
حالا تکتو که انسان ها گیر میفتن در یه شرایط خاصی بکگراندشون خوب مبارزه کردن، آگاهانه کردن، حالا یه جورایی میشه میفتن، اونا یه تعداد کمی هستن و جدا هستن، اما بقیه اینو به صورت یه حالت مود کردن، انگار زندان رفتن و اومدن بیرون یا تو زندان بودن یه چیز بسیار بسیار قهرمانانه ایه. حالی که به نظر من، نظر شخصی بنده اینه که یه جای کار این افراد قبل از اینکه کار مثمری انجام بدن انقدر بیعقلی کردن که به راحتی شناسایی شدن، اینا رو میگیرن این دفعه زندان. اینو خواستم بگم که این یه چیز منفیه، یه چیزی که بخواد باعث افتخار باشه نیست، باز غلطیه که تو فرهنگ ما ایجاد کردن تو این 42 سال اخیر. و یه مسئله دیگه که میخوام خدمت بینندگان شما و شنونده های شما جناب سوری عرض کنم این که برای ما افراد سازی میکنن به عنوان افراد مبارز و به اصطلاح ملی و دلسوز ایران. یعنی چی؟ یعنی ما باید در این سالها اونایی که باید بدونن میدونن، اونایی هم که نمیدونن خواهش میکنن درست گوش کنن. یک فردی رو از افراد خودشون که واجد شرایط میبینن، مقداری هم جوونه که سالها میتونن ازش بهره برداری بکنن، اینو سیاست کلی اون کشور، حالا به دستور اربابان اون کشور بیشتر باید بگیم، خود آخوندا به تنهایی نه، ولی بیشتر به دستور اونایی که آخوندا رو میگردونن نسخه میکشن، یکی انتخاب میکنن بر اساس انتخابیه زوایر سازی هایی میکنن که این یارو بره توی جمع مردم به عنوان یه آدم به اصطلاح مخالف سیستم حکومتی، بعد هم میگیرن و به تب میدازن به ظاهر به زندان. در این طور مواقع این شخص جوون رو میدازن در زندان واسه 2 سال 3 سال هر چقدر که لازم باشه، اون وقتی که لازم دارن، یه جایی مثل زندان اینین، ولی نه مثل زندانیان واقعی، چه بسا اونجا رو براش یه هتل هنگی میکنن بدون اینکه کسی بدونه، و کلی کتاب های مختلف، کتاب های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حتی بعضی موقع اقتصادی در حد نیازشون که لازم دارن از اون شخص استفاده کنن میریزن دور بر این شخص. این شخص باید مثل یه آدم حقوق بگیره 24 ساعته در خدمت رژیم، اینا رو مطالعه کنه. خوب که این فرمش کردن، بعد خلاصه زندانیش تموم میشه بعد 2-3 سال. اینو میخواستن در خارج از کشور در جمع اپوزیسیون واقعی خارج از کشور، ما اپوزیسیون هم که میگیم حالا توضیح میدم، ما 2 نوع اپوزیسیون در خارج از کشور داریم، و این شخص میاد در خارج، خب میشسته به یک جبهه‌ای که به اصطلاح خیلی مطرح داره، فرض کنیم مثلا 15 سال پیش، فرض کنیم 20 سال پیش، حالا یه سری طرفدار نظام پادشاهی این آقای رضا پهلوی بودن، میره تو اونا قاطی میشه و خوب خودش جا میکنه و خیلی دو آتیشه نشون میده و این حرفا. بعد حالا هدف اصلی اونایی که پشت این جوونی هم چیزای دیگه ایه که بعد که خوب خودش نشون داد میکشه بیرون و این آقا ادعا میکنه حالا آگاه شده، پشیمون شده، شروع میکنه برعکس بر علیه این اپوزیسیونی که این آقا رفته توش صحبت کردن. ولی وقتی که این افراد میخوان ازش استفاده کنن چند مشخصه داره. یک، شما میدونی آقای سعودی، من و امثال ما هم میدونیم، ما 30-40 سال مبارزه کردیم با دست و پنجه خالی، زحمت کشیدیم زن و بچه‌مون رو گردوندیم، ولی همواره دلمون برای مملکت و مردممون میسوخت و همیشه هم میسوزه. سعی کردیم تلاش بکنیم اون مقدار آگاهی هایی که لازمه رو بدیم و انتقادهایی که در حکومت ایران هست بکنیم. اشتباه نکنیم، هیچ آدم عاقلی نمیتونه بگه من به تنهایی با 10 نفر دست خالی میخوام یه حکومتی رو که 36 کشور بزرگ جهان از بزرگ تا کوچیک دارن ازش بهره میبرن، سر سفرش دارن میخورن، و ما باور کنیم که میتونیم براندازی کنیم. این یه حرف عبثیه، من قبول دارم، امیدوارم شما و شنونده ها قبول داشته باشه، مسئله براندازی نبوده این همه سالا، مسئله آگاهی دادن بوده و انتقادهای به موقع درست. شاید این انتقادهای ما دو چیز باعث بشه: یک، حکومت بفهمه که داره بیراهه میره، حالا هر کی بوده در هر دولتی. دوم، ملت به آگاهی هایی درستن که بدونن حق و حقوقشون در مقابل این دولتی که انتخاب کردن چیه و چه انتظاراتی باید داشته باشن. هدف ما در این سالهای مبارزه خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون این مسائل بوده. اما این شخصی که مورد نظری که من دارم میگم میسازنش،
تعلیمش میدن، اینفورمش میکنن، بعد میارن توی این اپوزیسیون، بعد میارنش سوا براش تیری میزنن و کلی بودجه براش میدن، بودجه های غیر قابل باور که شما الان دارید اینجا زحمت میکشید صبح تا شب از جیبتون هم بعد موقع پول میدارید. من میدونم 20 سال شما رو میشناسم، خودم رو میشناسم، تلویزیون ها رو کنترل کردم، اپوزیسیون و سرارشون و همه این آدم ها رو ما به اصطلاح تجربه کردیم. ماها با سنگ و دندون داریم به این وضع ادامه میدیم. حالا اگه یه کسی انسان قدر شما رو به عنوان زحمتی که داریم میکشیم از بودجه ناقابل خودش هر قدم کم میرسه و شما هم اپریشیت اینطور افراد هستیم، چرا که به کمیت کار ندارید، به کیفیت کار کار دارید. شما چیزه ندوختید برای پول مردم، شما اومدید احساس میکنید باید آگاهی بدید، دارید میدید. حالا اگه چیزا یه کسی وظیفه خودش رو خوب بشناسه باید بکاپ کنه، شما رو ساپورت کنه، حالا چندر قاد پول ناقابلی هم میفرسه، شما هم تشکر میکنید برای اینکه چیزه ندوختید. اما اینطور افرادی که میسازن به اینا بوجه های غیر قابل باور میدن، همونطور که خودشون در یک تیکه میگه که من 18,000 یورو دارم حقوق میگیرم. 18,000 یورو امروز به یک آدم بچه 30 چند ساله پول دادن پول کمی نیست آقای سوردی، اینو باید هموطنان توجه داشته باشن. حالا این شخص گمنام دیری که برای خودش داره نام درست میکنه، هر روز هم مطرح میکنه با تبلیغاتی که میکنه، این شخص یک تیم کامل حکومتی از وزارت اطلاعات تا سازمان حزب توده وابسته به روسیه شوروی پشت این آقا هستن. همه نوع اطلاعات رو که قبلا اینفورمش کردن بماند، الان هم که برنامه داره تیمی از اونجا از طریق تلفن و کامپیوتر اینا از آن که گیر میکنه یه خود مکس میکنه فوری 10 تا جواب از 10 تا کانال این تیمش براش میفرستن و از اونها استفاده میکنه و خودش یک انسان آگاه نه تنها در زمینه مبارزه، نه تنها به عنوان یک فرد ملی، بلکه این شخص خودشو در زمینه نظامی، پزشکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خودشو برتر از همه میدونه. انقدر فوت شده و به خودش باورمند شده با یک حالتهای بسیار بسیار زشت و زنندهی که فقط از افراد نوجوان کم جنبه ای مثل این آقا برمیاد که از بی جنبه ای همه چی رو مسخره و توهین میکنه و همه رو با یک چوب میرونه و اپوزیسیون رو بسیار بسیار با لحنه بد صحبت میکنه، که البته این بخشی که این آقا اشاره به اپوزیسیون میکنه من باش هم عقیدم، چرا که اون اپوزیسیونی که این آقا ازش صحبت میکنه مثل نوریزاده ها، سهراب عقبان، میجودی ها، این تلویزیون هایی مثل شهرام و همایون، دار دسته سلطنت طلب ها، اینا رو که بهش اشاره میکنه درست میگه. اینا اپوزیسیونی بودن که تمامشون در این 30-40 سال از آخر جمهوری اسلامی و کشورهای بیگانه متمدن شدن و جیباشون رو پر میکردن و سر ملت و اپوزیسیون واقعی رو بخواستن گرم بکنن. اینشون راجع به اون اپوزیسیون که ساخته خود اربابان خود همین آقا در این 40 سال درست دیگه، اما این آقا انقدر بیشعوره و کم جنبه است که حتی در مخیله بیمغز خودش که احساس میکنه آلبرت انیشتنه فکر نمیکنه که عده زیادی در خارج از کشور بودن که از ناموس و پول و جان و همه چیشون گذشتن و دارن با چنگ و دندان مبارزه میکنن برای آگاهی دادن به این مردم بدبخت بیچاره اسیر شده در دامان این حکومت آخوندی پلید کلاهبردار چپاولگر غنیمت گرفته ایران. اینو نمیتونه ایشون بفهمه که افرادی بودن مثل ماها که واقعا از هیچ جا پول نگرفتن، از هیچ جا نخوردن، زحمت خودشون رو که این 40 سال کشیدن، پیر شدن، فرسوده شدن، خیلی هاشون مردن، خیلی هاشون به بیماری های بدی دچار شدن که هیچ کم به دادشون نمیرسه، هنوز هم دارن با چنگ و دندان دلشون برای وطنشون میسوزه و این آقا چون حقوق بگیر کاملی هست و همیشه هم بهترین جای دنیا میفرسرش به قول خودش دائما داره پوز میده من توی نمیدونم سوئدم، توی کانادام، توی جزایر قناری هم، فردا میرم هاوایی و فلان. اینا این آدم به خودش اجازه میده به همه اون چیزای درست مملکت ما توهین بکنه و 80% صحبتایی که ما در این 40 سال به امثال این جوانها یاد دادیم، یکیشم خود این آقا
اینا رو مطرح میکنه به عنوان یه آدم ناسیونالیستی خودش رو جلوه میده، ضد مذهب خودش رو نشون میده، ولی اگر شنید بنگری خودشون یکی از همین آخوندزاده ها، یکی از همین کبابالزاده ها، یکی از همین دوستزاده ها، با پول کلون داره حال میکنه، زندگی میکنه و دائما داره لانسه میکنه آخوندهای حکومت به سرکردگی علی خامنه ای، پاسداران کبابالگر اختاپوس صفتی که در این 40 سال بر همه روشن شده در داخل ایران، از خیار گرفته تا مسائل های کمپانی های بزرگ، هر چی که میخواد وارد مملکت بشه، خارج مملکت بشه، دست این اختاپوس سپاه پاسداران وابسته به حکومت آخوند ننگین همه جا دستش در کار، در تمام چپاولا، تمام بانک های انگلیس، کانادا، کشورهای اروپایی، کشور آمریکا، همه رو پول این پاسدارا پر شده از پولای دزدی اینا. و این آقا با کمال بکاهت و سخاوت و پروی آقای خامنه ای رو کوروش ایران میگه، پادشاه کوروش، نمیدونم پاسدارا رو میگه گارد جاویدان و آریو بردنهای ایرانی و فلان این حرفا. این آقا اصلا نیستی که نمیدونم چه موادی بهش میدن مصرف میکنه توی دنیای دیگه ای هست مواده، من فکر میکنم خیلی موادش مواده که این آقا اینطوری توهم میزنه، خیلی یابو برش داشته. اصلا باطه طوری صحبت میکنه، بابا آلبرت انیشتن هم اینقدر باطه صحبت نمیکنه این دانشمند به این مرسی. به هر حال میخواستم بگم این آقایون رو بشناسید، بدونید اینا رو چجوری میسازن، چجوری این فرمشون میکنن. 80% حرفایی که انسانهای درست زدن و همونا رو تکرار میکنه که مخ شما رو بزنه، اون 20% که باید آخوندا و سپاه پاسداران و دوستا و تفاوتگرهای ایرانی رو لانسه کنه و به خورد شما بده، رئیس جمهور میسازه برای خودش. اینجا میشه یک شخصی رو نامی رو میاره بالا میگه ما این انتخاب کردیم، همین میشه ولا غیر و شما میبینید ولا تو همه زمین ها ادعای خدایی میکنه این آدم. به نام آقای، هرگز نمیخوام از نامش استفاده کنم که کردیت بگیره بزرگ بشه، اسمش امید شریفیه. حالا یه دانا هم به خودش گذاشته، اینقدر کم بود دارن و نادانن ساختنشون، این دانا هم برایشون خیلی عقده شده، باید یه دانا هم پشتش بذارن. به هر حال میخوام بگم مردم بدونن اینا ساخته و پرداخته یه حزب جمهوری اسلامی، حزب توده ی ایران به پشتوانه ی روسیه است. اینا به همه بند میکنن تو صحبتشون، هرگز از روسیه حرف نمیزن، هرگز از چین حرف نمیزنن، موافق با چین. حالا میرسید سر چین، به اینجا که رسیدم آقای سوربی باید راجع به این چین هم صحبت میکنم. ببینید دوستان عزیزان من، ما مخالف هر نوع منافعی که به ملت ایران برسه نیستیم. هر قراردادی که بخواد منافع ایران رو تأمین بکنه، هر جای دنیا باشیم، به عنوان یه وطن پرست ایرانی باش موافقیم. ولی خیلی ساده میپرسم این چه قراردادیه که باید مخفی بشه از نمایندگان شما بزن؟ یک. دو، اگر قرار باشه قراردادی رو ببندن که روسیه با اون جمعیت عظیمش که دنیا که معروفه فردا بیاد افراد خودشو بریزه، تمام کارهای کوچیک و بزرگ شما ایرانی ها رو بده به دار دسته خودش و شما از این روزگاری که امنان هم دارید بدبختر و بیچاره تر بشید، مدام در این که به بهانه پشتوانه حمایت از سرمایه گذاری خودش در ایران افراد نظامی را بریزه. تا دیروز شما تا میخواستید قد علم بکنید، سپاه پاسدار مزدور، بسیج مزدور، دار دسته اینا با تیر توپک بزنن و بکشن و تو دهنتون بزنن که ترک ایجاد بکنن توی 42 سال. حالا بعد از این یه نیروی عظیم چینی خائن هم بیاد که سوابقش را همه دنیا میدونن. اینا به هیچ کس به جز خودشون وفا نمیکنن. بدترین استثمارگر دنیای چینیان. شما مردم اگه برید تاریخ رو خوب مطالعه کنید، شما که در خارجی میدونید هر جا کمپانی های بزرگ 1000 نفری در هر کشوری میزنن از اون کشور استفاده میکنن، اما یک نفر افراد اون کشوری که دارن نورش رو تو اون کشور میخورن استخدام نمیکنن. اینا اینقدر بدی نبن. شما مردم باید حواستون جمع باشه، ما با هر قراردادی که مدافع شما باشه موافقیم، اما اینها منافع شما رو تضمین نمیکنن. آخوند اگر 400 میگوید قرارداد به بنده با اینا، بدونید من همین الان بازه میگم 350 میلیون میشه میریزن تو حساب همین سرداران سپاه چپاولگر، همین آخوندهایی مثل از خامنه ای گرفته تا بقیه دوستانی که همشون هم ریشه در ترک و تاتارهای قدیمی ایرانی دارن. تا بدونید اینو باید شما بدونید، اگر کسی مخالف
در منافع شما ملت شریف و عزیز و بیچاره ستم دیده نیست. این امید شریفی ها را حواستون جمع باشه. اینا مارهایی هستن که بدترین نشانه میزنن و خود احمقش گفته 18,000 یورو داره در ما حقوق میگیره. هموطنان آقای سردی، در این 20 سال کجا به شما 5,000 دلار دادن؟ از اون پولا دادن؟ هنوز ندادیم، هنوز نگرفتیم، هنوز ندادم. برای همینه معلومه این آقا رو داری باز میده تو که گردنش و قبقرش و اینا اعتار فضالت میکنه. آقا دنیشتری میداره چیزی بهش تو مسائل فرهنگی از کوروش تا به امروز همه رو میداره چیزی بهش تو مسائل اقتصادی تو تمام زمینه ها. آخه آقا یکی میبینیم بگه بچه یک پرروه بی جنبه. ببخشید من نمیخوام به این توهین بکنم، کاری که اون میکنه با بی‌ادبی. من با نهایت ادب به ایشون عرض میکنم یه خود جنبه داشته باش. اگر پوشت کردن، پرت کردن، این فرمت کردن، تو فقط اون این فرمت رو بذارن کنار، یکی مثل من بذارن دولو، به خدا دو دقیقه نمیشه میتوان داشته باشی حرف بزنی. من بارها گفتم مردم از اینا بپرسید بچه تو پدر چیست؟ به خدا آخونده حاضرم شرط کنم سابقه چیه؟ چه غلطی کردی بجز اینکه بردن دوتا استخدامت کردن یاد افتادم فرستادن دورو؟ چه برای مردم محروم کشیدی؟ آیا یه روز اصلا کار کردی برای امرار معاش زندگی؟ خجالت بکش حرف میزنی مزه مزه کن دهنه تو بدبخت بیچاره مبلوک آدم عقب افتاده کم جنبه قیافتم که اگر دهنه تو باز کنی میخوای بخندی مثل اصلی که میخواد شیه بچشه دندونا و لطهش میرزه بیرون قیافش به این دیریختیه و اپوزیسیونی که بعدا خودش در زمان جوانی خیلی از تو زیباتر بوده خب حالا پیر شده موهاش تغییر کرده قیافش تغییر کرده میاد اینا رو مسخره میکنه به عنوان آدمای بیریخت و کری. تو برسی مثل این اونا که اصلا قابل دید نیستی دیگه. بسیار ممنونم از شما. این حرفی بود که چرا به سوربین خواستم بزنم. مرسی. امیدوارم مردم به این مسائلی که از این افرادا خیلی برای ما ساختن. بله. قبلا چند تا تلویزیون بود به نام امیدوار شهرام و همایون و حسن و اینا پول میگرفتن 40 سال ما رو ملت اصیل رو سرد کردن. حالا شده 400 تا از این تلویزیون های اینترنتی که تمامشن میانگین بگیری صاحبان این تلویزیون اینترنتی و یوتیوبی افراد 30-35 سالن همه زایده و ساخته و تعلیم دیده و بکاب بودجه جمهوری اسلامی و اربابان جمهوری اسلامی هست. فقط مردم رو دارن گیج میکنن، راست و دروغ رو پخش میکنن تا جایی که اگر یه بدبختی بیاد یه حرف درست بزنه مردم دیگه نمیتونن تشخیص بدن این داره راست میگه یا دروغ میگه، کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. بسیار ممنون آقا مسعود. لطف کنید بعد از برنامه روی صفحه فیسبوک دوستانی مثل آقای بها ابهری که نظر مخالفی دارن با شما اونا رو یا براشون جواب بنویسین یا بعد در پیام ها ضمناً دوستان از کانادای شما شکایت میکنن که صدا خیلی تیز هست. این همون اشکالیه که من به شما گفتم که من مایلم شما با اون شماره 202 تماس بگیرید پیام بذارید تا صحبت کنم. در اصل ممنونم، صحبتهای شما رو شنیدم. من همون اول کار میخواستم بگم شما با این نشونیایی که میدید فکر کنم راجب امید دانا که من بهش میگم امید نادان صحبت میکنید. بعد دیدم اون ماجرای 18,000 یورو در ماه رو گفتید، من درباره اون قبلا هم صحبت کردم. دلیلش هم به شما میگم اینی که اینا ادعا میکنن جاهای خوب زندگی میکنن و انقدر حقوق میگیرن و اینها، اول اینا تلاش میکنن چون مردم هی بهشون میگن مزدور، اینا تلاش میکنن که ثابت کنن مزدور نیستن. بعدن که دیگه پوست کلوف میشن میگن خب حالا میگیریم که میگیریم. و 18,000 دلار 18,000 یورو هم شما میدونی هم من میدونم، آخه چرا به این 18,000 یورو اونم در ماه؟ چون وقتی شما میگه 18,000 یورو بعضیا میگن خب 12 ماه میشه 1500 یورو، ولی یادتون باشه همین روح‌الله زم این ور اونور پوز میداد 5 میلیون و 50 میلیون، ولی بعدن الان دوستاش میگن خونه نداشته، زندگی نداشته، پول خوراک نداشته، یعنی اینا. ولی یه قسمتی رو شما گفتید که این خیلی قابل به اصطلاح بحث و گفتگوه، اونی که یا اینا رو میگیرن میندازن زندان، تو زندان بهشون میگن ببین شما دو تا چویس داری، بزنیم تو پدرت در بیاریم یا اینکه قشنگ شیک بگرد، و اون که گفتید کتاب و اینا هم بهشون میدن، وقتم اونجا زیاد هست بشین بخون و بعدم که میان بهشون میگن چجوری استفاده کن. و روح الله زم دقیقا نشون داد که این حرف شما درسته که خود اونها بعدن بهشون اطلاعات میدن
تزریق میکنن، میگن این اطلاعات رو فردا چجوری پخش کن. حتی مثل من یادم مثلا یکی از دوستان اگر توت فرنگی میکاشت، دیگران میگفتن این خوبه، میداد بعد میگفت اینجوریه، باید گل رو تو باغچه‌تون بیارید بالا، اینو اون بالا بذارید، بعدم میگفت آخرش مواظب باشید که مورچه ها نیاد. اونا هستن که اینا رو قشنگ گاید میکنن، راه و نشونشون میدن. ولی اینی که این یه روز میگه من سوئیسم، یه روز میگه من کانادا هستم، یه روز میگه من جزیره قناری، اینا رو شما خیلی جدی نگیرید. اینا خیلی هم زود خیلی هم زود حالا میبینید اینا افسرده میشن و امیدوارم خودکشی نکنن. در اصل ممنونم از شما، براتون سال خوبی آرزو میکنم، آخر هفته خوبی هم آرزو میکنم. همین که فرمودید درست فرمودید، منظور من این آقای امید شریفیه به ظاهر دانا و کاملا درسته. خیلی از حرفا اینا همونطور که اسلام دین طبیعت، اینم بچه مسلمونه، حالا میگه من زرتشتی هم با فلان، این حرفا طبیعه زیاد میکنه، دروغ زیاد میگه و بسیار بسیار انسان ذاتا ناپاک، ظاهرشو به پاکی نشون میده، ولی مردم ما باید آگاه باشن به اصطلاح تشکیف بدن مار نوشتن با عکس مار دو چیز متفاوته. به هر حال سپاس از وقتی که دادید، من سعی کردم با اون تلفن تماس بگیرم، حرفش شما درسته ولی متاسفانه نشد. ببخشید اگر کیفیت صدا خراب شد. مشکلی نیست، خیلی ممنون، به امید دیدار و به امید اینکه اون نوار رو برای ما بفرستین. باشه باشه باشه، به امید دیدار. مرسی دوستان عزیز، با آقا مسعود بودیم از کانادا. اگه یه وقتم من گفتم سعید، چون میبینم آقای ابهری نوشتن سعید، نه ایشون آقا مسعود هستن، قبلا توی تلویزیون‌های مختلف با آقای فولادوند و دوستان دیگه بودن و اتفاقا یک نوار دو ساعته‌ای هست که من سالهاست به ایشون میگم یا اونو بده ما پخش کنیم یا خودت بیا در موردش صحبت کن، ولی میبینید که میگه باید در موردش اول بیشتر صحبت کنیم. اجازه بدید به یکایک شما با سال 1400 رو تبریک بگم. 13 به در رو دیگه هر جای دنیا هستید تقریبا یا به در کردید یا با برنامه ما به در کردید، به سلامت امیدوارم گذشته باشه. و از آقای حسن ارشاد تشکر میکنم که برنامه یا 313مین یا 314مین خودش رو هم ارسال کرده و من براتون پخش میکنم. این برنامه ها هر روز پخش میشه، باز پخش میشه و همونجوری که بهتون گفتم برای اینکه بتونیم هر کسی هر برنامه ای رو میخواد همون موقع بتونه نگاه کنه، بیاین مردمتیوی.com بلافاصله بعد از برنامه آخرین برنامه خودم اونجا میذارم، آخرین برنامه کانون آوا رو اونجا میذارم، آخرین برنامه آقای حسن ارشاد رو میذارم. و یکی از بهترین کارهایی که دوستان میتونن انجام بدن اینه که تو تلویزیون مردم برنامه داشته باشن، به جای اینکه بشینن یه هفته تا نوبتشون بشه هر روز چند بار برنامهشون رو تکرار میکنیم. خیلی ممنون که با ما بودید، روز روزگار بر شما خوش و به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.